Fard Fard. Bismillahirrahmanirrahim. هر یکی شما خواهران و برادران را با برنامه سخن اوریان از طریق شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان خیر مقدم گفته. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، امروز سال نو هست، سال نو 1397 هجری شمسی، مصادف است با 20 ماه مارچ 2018 میلادی، آغاز سال و روز اول بهار هست و کسانی که پیرو تقویم هجری شمسی هستند، چون افغانستان، ایران، تاجیکستان و سایر کشورهایی که به این تقویم حیات خود عیار می داره و زندگی روزمره خود، و همه تبریک و تهنیت گفته، امیدوار هستم سالی که در پیش سال نیکی ها، خورسندی ها، خوشحالی ها باشد. دوستان عزیز، شما می دانین که بعد از طی 3 ماه یخبندان، هوای منجمد و سرد که طبیعت منجمد ساخته بود و با خواب زمستانی فرو برده بود، بالاخره با نسیم گرم بهاری، برف ها و یخ های منجمد و یخ بندان های طبیعت آهسته آهسته با عطوفت و محبت نسیم بهاری آب گردیده و قطره چکان می گردن و آهسته آهسته از کوه ها و کوه پیکر ها به پایین، گویا برای یک حرکت، گویا برای یک تصمیم، گویا برای یک تولید گماشته شدن و میخواهند در طبیعت تغییر رونما گردد و حاصل خیز گردد و مفید باشد. امو آبهایی که در دل یخها منجمد نگه داشته شده بود و زیر برفهای انباشته شده در طول 3 ماه زمستان، آهسته آهسته با عطوفت، با محبت گرمای بهار آب میگرده و برای یک حرکت، برای یک جهش، برای روزی که تولیدات این آبها برای دیگران آب حیات و غذا میگردد. برای طبیعت نوید است بهار و کسانی که حیات دارند و بهار بالای ایشان آمده، خصوصا ما انسان هایی که روی کره زمین قرار داریم، با عالمی از چالش ها در برابر یک دیگر گماشته شده ایم و یا تصامیم ما انسان ها در برابر دیگر ابنای بشر واقعا بعضا خصمانه و انتقام اندود بوده، در کشورهای خصوصا اسلام، کشورهای اسلامی، کشور ما افغانستان خاصتا که در تلاطم روزگار گیر مانده، امیدوار هستم با آغاز بهار، آغاز تصامیم انشالله با هم، چون نسیم بهاری یخهای بسته و برفای انباشته شده انتقام، غضب، خصومت و بدبینی ها را ذوب نموده و با آغوش باز، با قطره های معطر محبت و دوستی ها در برابر یکدیگر قرار گیریم. امیدوار هستم که با آمد بهار و آغاز روز اول سال، سال 1397 شمسی، امیدوارم که همه اجتماع مسلمانان جهان، خصوصا اجتماع افغانستان که سخت در تلاطم و بدبختی های روزگار قرار داره، به هوش آمده بیدار گردیم و در برابر چالش های کوه پیکر توطئه های جهانی بیستیم، اما هوش گردیم، با یک دست، با یک فکر و یک تصمیم، دوستان عزیز، در برابر نیرنگ جهانیان که امروز برای افغانستان توطئه ها چیده شده
برای عالم اسلام، کشورهای چون شرق میانه، شرق دور. امیدوارم با بیداری ها، با تعمق و منطقی که یقینا انسان با دیگر حیوانات متمایز میگردد استفاده گرده و توطئه های توطئه‌گران را خونسا داریم، در درون کشور خود یک دیگر را چون برادر و خواهر در برابر یک دیگر قرار گیریم. دوستان عزیز، سال نو با همه تبریک و تهنیت گفته، چون بهار و نسیم بهاری گرم و پر محبت باشید. از آلام روانی و جسمی شما را خداوند در امان داشته باشد. ما دوستان عزیز، با آمد بهار و سال جدید میخواهیم از همه همکاران تلویزیون پیام افغان، برنامه سازان ما چی در ایالات متحده، کانادا، اروپا و سایر کشورهای جهان از دور و نزدیک ارسال برنامه می دارن و کسایی که به استودیوی تلویزیون پیام افغان تشریف می آورن و از این طریق و از این تریبیون به دیگران در خدمت قرار گرفتن، سال نو تبریک و تهنیت عرض بدارم و امیدوار هستم که زندگی ایشان خداوند چون بهار پرشگوفه و معطر بداره، دلهای پر محبت دور از دشمنی و انتقام و حسادت و بدبینی ها و عالم فکری حیات ایشان بهاری داشته باشد. کسانی که دوستان عزیز اعلانات خود فرستادن به تلویزیون پیام افغان، با آمد بهار امیدوارم که در کار و بار تجارت ایشان شگوفه تولید و شگوفه مفاد و سود برای ایشان بر از طریق راه حلال میسر گردد. کسانی که اعضای تلویزیون پیام افغان بودند، دوستان عزیز، وی تریبیون و یا بگویم شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان را از او طریق وسیله کمک گردیدند، خداوند در زندگی ایشان برکت وارد بداره و خداوند ایشان از درد و آلام در امان داشته باشد. در استودیوی ما فرزاد جان عزیز ما، مصطفی جان و کسانی که در سال گذشته لطف کردن و سال در پیش از سال نیکی ها، خورسندی ها، خوشحالی ها برای ایشان و فامیل محترم ایشان در پیش آرد. برای بنده، برای فامیل خودم، اقارب و نزدیکان و کانون بزرگ افغان ما چی در هجرت قرار دارن و چی در افغانستان عزیز، خداوند سال نیکی ها، صلح، محبت و همدلی ها در پیش آورد. خداوند افغانستانی که در سال گذشته راستی سال سخت پرخون و پر آلام بوده، امیدوار هستم با آمد بهار و سال جدید، سال محبت، پیس، صلح گردد و امیدوار هستم که دیگر از خطه افغانستان فیر کارتوس و راکت و بام و وسایل کشندی جنگی برچیده شود و جای آن عطوفت ها، محبت های واقعی در میان کتله وسیع افغانستان داخل دارد خداوند و کشور ما را از جنگ و مخاصمت در امان دارد. الهی افغانستان و بقیه کشورهایی که امروز زیر ستم توطئه‌گران جهانی قرار دارد، توطئه جهانی را خداوند دست شوم ایشان را از مداخلات پیهم خدعه‌گرانه و دروغین، الهی تحت عنوان جنگ علیه ترور و تروریسم که خود ترور می آفرینند، خود این کتله ها و کشورها را به یک ترور و غم و اندوه قرار دادن، خداوند دست ایشان از سر ما دور دار. الهی اجتماع افغانستان که از داخل و بیرون دشمن داره برای صلح به او شاورد و کسانی که در افغانستان زیست دارن به تاریخ و گذشته ها توجه دارن و اصالت خود و مسئولیت های خود ایفا دارن تا در برابر توطئه‌گران جهانی بیستن. امیدوار هستم سالی که در پیش است فکرن و عملا در یک پیس، برادری و وحدت قرار گیریم.
دوستان عزیز با این پیام مختصری که در این دقایق به فکر بنده خطور نمود، باز هم سال نو شمسی را برای هر یکی شما تبریک و تهنیت گفته. سال که در پیش است پر از شگوفه و محبت قلبی داشته باشید. دوستان عزیز، ما یک راپور از تلویزیون طلوع که تازه رسیده و واقعات سال 1396 هجری شمسی را بیان داشته و او را به سمع شما میرسانیم. دوستان عزیز، راپور از افغانستان است و همچنان از شما خواهش داریم که امروز لطف کنین هم در رابطه با سیاست افغانستان و آنچه در فکر عزیز شما خطور میکنه در رابطه با بهار اشعاری دارین، فکاهیاتی دارین، راز دلی دارین. لاینای ما باز است، یعنی مشخص با بالای یک موضوع امروز صحبت نمیداریم. به صورت عام آنچه در فکر عزیز شما خطور میکنن میشه. دوستان عزیز، امروز از لاینهای بازی تلفن تلویزیون پیام افغان استفاده نموده و بیاین بخچه دل خود باز بداریم در برابر یک دیگر، یک دیگر را عفو بداریم. و خصوصا ما دوستان عزیز چون در تلویزیون ظاهر میشم، روی پرده های تلویزیون های شما هفته 6 ساعت و با تکراری از او در حدود 18 ساعت در هفته دوستان محترم در برابر شما قرار میگیرم، در پرده های تلویزیون شما ظاهر میگردم، اگر کدام حرفی از بنده و فکر عزیز شما ملالی آورده و آزردگی در آغاز سال، ما یک عفو عمومی از شما میخواهیم. امیدوار هستم ما را از دعای خود فراموش ندارین. ما را باعث یک برادر کوچک خود و برادری که از شما کمتر میدانم بدانین و ما را راهنمایی بدارید. لطفا ما شما را و شما ما را دعا بدارید. دیگه ایس انتقام و بدبینی ها را بیاین دوستان عزیز که از فکر خود بزودایم و پاک و زلال بسازیم. با آمد بهار تصمیم جدید برای آینده مشترک داشته باشیم. لطفا توجه بدارین به راپور طلوع و بعدا میریم سراغ صحبت های مهربانانی شما. سال 1396 هجری خورشیدی از رهگذر سیاسی برای افغانستان یک سال پر از فراز و فرودی بود. سالی که در آن تنش‌های سیاسی کم پیشینه و حتی بی پیشینه به میان آمدند، تنش‌هایی که در بسیاری از حالت‌ها منفی بودند و افغانستان را از رفتن به جلو یک گام به عقب نگه داشتند. توزیع شناسنامه های برقی و برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی ها از برجسته ترین موضوعاتی هستند که به علت تنش های درونی در این سال یا به بنبست رسیدند و یا هم به تأخیر افتادند. تکمیل نشدن کابینه حکومت با گذشت بیش از 3 سال از عمر حکومت وحدت ملی از موضوعات دیگر است که علت اصلی آن اختلاف های درون حکومتی گفته می شود. تند از زیاد هم مسئولیت عدم توافق بین رهبرا، ممکن آقای غنی زیادتر در این مسئولیت داشته باشد تا ای که دکتر سب عبدالله داشته باشد. به میان آمدن تنش‌ها میان عطا محمد نور ریاست جمهوری و رئیس اجراییه از بزرگترین تنش‌های دیگر سیاسی در کشور در سال 1396 هستند. این تنش‌ها بیش از 3 ماه است که بعد درازا کشیده شدند و تا کنون پابرجا هستند. منشأ خیلی از اختلافات و جنجال‌ها همین عملی نشدن موافقتنامه حکومت وحدت ملی است. کشیدگی ها میان ریاست جمهوری و معاون نخست رئیس جمهور از تنش های دیگر سیاسی سال 1396 به شمار می رود. معاون نخست رئیس جمهور به علت این کشیدگی های سیاسی اکنون ماها می شود که در ترکیه به سر می برد. تفاوت دیدگاه ها نشان دهنده آزادی بیان در افغانستان، آزادی های سیاسی و تکثر دیدگاه ها را در کشور ما نشان میده که ما از استقبال میکنیم.
در بخش صلح کشور در سال 1396 گواه رویدادهای بی پیشینه ای بود. پیوستن گلبدین حکمتیار به روند صلح پس از 22 سال نبرد و نیز اعلام طرح صلح حکومت با طالبان و پشتبانی تقریبا جهانی از این طرح از بزرگترین دستاوردهای حکومت وحدت ملی در بخش صلح هستند. و اما اکنون با رسیدن سال نو انتظارها این هستند که روزنه تازه نیز در سیاست‌های درونی و خارجی کشور گشوده شود، روزنه‌ای که افغانستان و مردمانش را به سوی فرداهای بهتر سوق دهد. کریم امینی، تولونیوس. دوستان عزیز، راپور یعنی شوردی از وقایع سال گذشته داشتن، البته راپور دوام داره و بعضی نکات عمده دیگه هم در داخل داشت. خواستم بیشتر اتکا شوه با افغانای ما، چون پروگرام لایو است و پیوسته در طول سال از طریق برنامه دوستای ما تلفن زدن و بالای مسائل افغانستان صحبت داشتن. خواستم از این موقع استفاده کرده و ایشان داشته باشیم روی لاین تلفن و بالای وقایع سال گذشته و سال نو و همه با هم در حقیقت یک پکیج درست می‌داریم. می‌تونیم بالای مسائل سیاسی افغانستان صحبت بداریم. می‌خواین بالای بهار با خاطراتتان از افغانستان اشعار و سروده هایی دارین؟ کدام فکایی اگر به فکر شما خطور میکنم میتونه ما را یک لبه خنده در آغاز سال برسانه؟ یعنی دامنه پروگرام باز است، یعنی از در چمن سمنی فکر کنین دوستانی محترم. بله سلام علیکم. خطاب صاحب عرض سلام ادب. قیام صاحب سلام علیکم، جور پخه خدمت خود تو تمام شنوانده و بیننده. و علیکم سلام. ببخشید نازم، اول تر سال 1397 برای خود و از طریق خود برای تمام مسلمان های جهان، خصوصا مردم افغانستان تبریک و تهنیت میگم. و از خدای پاک آرزو میکنم که سال 1997 یک سال صلح و صفا در افغانستان باشه انشالله. البته فکایی چیزی ما یاد ندارم راجع به سال نو، اما یک خاطره از سال نو دارم. بفرم کمرا میخوایم امرایتان شریک بسازم. بفرمایید. در سال 1983 وقتی که جوش جهاد در افغانستان، روز اول عمل یا 21 مارچ ماده پشتوی کنسولگری اتحاد شوروی یک مظاهره گرفته بودیم، یک مقاله ما درست کرده بودیم، او را بردم برای خیلی صاحب که می رو اصلاح کنه. خب برای خیلی صاحب یاد داشتن، البته او مقاله را اصلاح کرد. باز از امن یک شعر را مرا داد، گفت اگر این شعر را اونجا بخوانی. وقتی که مقاله را بخوانیم با وجود که روز آفتابی و در آسمان یک دوتا ابرم به نظر نمی رسید، یک روز بسیار صاف بود، خیلی صاحب گفت تا که عسکر روس از افغانستان نبراید، تا که بیرق مسلمانی در فضای افغانستان به اعتزاز نبیه، تا که یک حکومت اسلامی نبید در افغانستان نوروز نمی آیه. باز گفتن آقای قیام شعر خدمتان تقدیم میکنه، عنوان شعرش بود نوروز آوارگان. گویان به نوروز کمسال نیاید، در کشور خونین کفنان ره نکشاید، بلبل به چمن نغمه شادی نسراید، ماتم زدگان را لبی پرخنده نشاید، خون می چکد خون می چکد از خاک شهیدان وطن، وای ای وای وطن، وای و وطن، وای و وطن، وای. گلگون کفنان را چه بهار و چه زمستان، خونین جگران را چه بیابان چه گلستان، در کشور آتش زده و کلبه ویران، کس نیست زند بوسه بر رخسار یتیمان، کس نیست که دوزد وطن مرده کفن، وای ای وای وطن، وای و وطن، وای و وطن، وای. دیگه البته کنم فکر کنید زیاد نداشتم امی خاطره بخاطر امی هم امی هم بسیار جالب بود. خیلی صاحب امی شعر ما بیاد دارم در مو انگامی که اینا سروده بودن.
ما به دست ما هم رسید، در بعضی محافل ما هم همین شعر سرودیم. یقینا خاطره ها داریم از خلیلی صاحب، کاش بیدار می بود می دید که هموطنانشان چطور بیباکانه بالای سرنوشت افغانستان بازی میکنه، از روسا با چی میگه چنگال یک اشغال بیرون شدیم، اشغالگر دیگه در افته یده ما اولا چهار مملکت دیگه در افغانستان داخل شد. یقینا نمیتور از دیگه خلیلی صاحب باید یک شعر دیگه هم میگفت. خواستم برایتان تشکر سید لطف تشکر. بله سلام علیکم. علیکم السلام. غفوری صاحب چند بار صدا کردم بخیلم دو طرف بودین. سلام اطلاعات خدمت شما تقدیم میکنم. سلام مهربان هستین. بفرمایید غفوری صاحب محترم. سال نوتان مبارک باد. شما فامیل نجیب شما را از الله جل جلاله خواهانم. سال نو هجری شمسی را برای شما و ملت افغان تبریک گفته سال خوش آرام و امنیت آرزو میکنم. جناب خطاب صاحب اجازه بدهید میخواهم در مورد موضوعی که بعد از مطالعه و تحقیق جمع‌آوری کردم خدمت افغانهای آزاده و علاقمند صلح و نجات افغانستان از طریق تلویزیون جهانی پیام افغان تقدیم نمایم. بفرمایید. میدانم که تعداد این ضرورت را احساس میکنند. صلح عام است و در صلح خیر است. خداوند جل جلاله فرموده است و صلح خیرون. اگر شما در قیاس اللغات مراجعه نمایید بیشتر از صد معنی و مفهومی را در خیر میابید. صلح و خیر دروازه های نجات هستند. نجات یعنی فائز المرام شدن، یعنی سلامتی در دین و دنیا. پروردگار عالمیان در قرآن مجید فرموده فقط فازه، یعنی رضای پروردگار در نجات بندگانش است. اکنون رای نجات، رای صلح و رای خیر در افغانستان مفقود شده. مملکت و ملت تباه و برباد است. مملکت به صفت مملکت و ملت به صفت ملت وجود ندارد. سیاسیون می دانند که مملکت یعنی چی؟ و ملت یعنی چی؟ با در نظر داشت فهم سیاسی و دینی نام حرکت صلح برای نجات افغانستان به وجود آمده و این نام یک نام و مفهوم تصادفی نیست، بلکه فهم عمیق دینی، سیاسی و علمی می خواهد. آمدیم راجع به آزادی. بسیار ممالک آزاد هستند ولی آغشته به فساد، اجیر، مزدور و بی اختیار، مانند افغانستان. در ظاهر آزاد و ملل متحد مورد تایید می گذارد که آزاد است. انتخابات در آن صورت گرفته، قضا، پارلمان و همه ارگانهای دولتی داد از آزادی می زنند. ما دیدیم که مادر دموکراسی یعنی ریاست مستقل انتخابات قطعا مستقل نبوده و به قمانده اجانب رای ملت را در کثافت‌دانی انداخت. دو فرزند ناخلف که هویتشان درست معلوم نبوده به نام حکومت وحدت ملی با وجود به اصطلاح قانون اساسی یک دولت مستمره به وجود آوردند و قانون اساسی به اصطلاح را توسط دو گماشته شده به نام دو رئیس جمهور به طاق فراموشی گذاشتند. به طور مثال حکومت وحدت ملی به اساس قانون جنگل به وجود آمده. طوری که دیده می شود دولت افغانستان مستقل است، تمام ارگان ها آزاد، بیرق افغانستان در ملل متحد برافراشته و از طرف جهان به رسمیت شناخته شده. میلیاردها دلار به این مملکت آزاد و مستقل کمک شده، اما دامنه فساد، چور و چپاول، فحشا، فعل لواط، اختطاف، غصب، تجاوز و صدها جنایات و اعمال ناپسندیده غیر اسلامی و اخلاقی که اما می دانیم تحت نام آزادی در کشور حکم فرماست. پرسش من از سیاستمداران این است که آیا امین را آزادی می گویند یا آزادی تعریف دیگر دارد؟ آیا چنین نوکری
مزدوری، غلامی، استثمار و استعمار مدرن نیست؟ یگانه راه آزادی مستقل بودن در صلح، خیر و نجات است. نجات عام است، آزادی خاص. نجات معنوی، فرهنگی و علمی است. اما کلمه آزادی مادی و اقتصادی است. اکنون قضاوت به دست شماست که ماده مهم است یا معنی. ماده به معنی پول و اقتصاد تعلق دارد، اما نجات معنی کلی عام مفصل دارد و دامنه آن از من و تو تا به بارگاه کبریایی وسط دارد. بله، بله. در یک کشور که صلح نباشد قطعا آزادی بوده نمیتواند. فعلا افغانستان در امور خود آزاد، اما آغشته به فساد و تباهی است. یگانه راهی که میتواند ملت را کامیاب بسازد نجات است. بناهن کسانی که توانمندی در علوم اقتصاد، علوم سیاسی، حقوق بین دول، فقه اسلامی، عقاید اسلامی و دین دارند میتوانند با صحبت‌های من قضاوت عادلانه نمایند. در غیر آن به قسم آماتور در لغت پیچیده بجز از یک تشویش نتیجه مثبت و مثمر ندارد. به همین اساس حرکت صلح برای نجات افغانستان با وجود آورده شده که مفهوم عام دارد. و من الله توفیق. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. فرسیم هم نظر استون با شما. آزادی چی برادر در افغانستان؟ خوب مطلق زیر استعمار هم قرار داره و زیر سلطه هم قرار داره و در یک اسارت هم قرار داره و در زیر یک حکومت سراسر پر از فساد هم ما را قرار داده، زیر چندین بدبختی اشغال ما را گذاشته و اسم میونه دموکراسی و حکومت اسلامی و که نمیدانم قانون و قانون اساسی و اینا گذاشته، با همین زرق و برق هم ما را اخفال کرده. امیدوار هستم که به وش بیایم، کمی بدانیم که خوب و بد خدا، به این بردگی ها به افتخار هم نداریم. جایی که این زیر سایی از اینا میدویم برای با قیمت فروش وطن خود، در برابر از اینا بیستیم. همین کسایی که در تو یک برهی از زمان که همه جهان برای اکتشاف و انکشاف خود کار میکنه، ما زیر یک سلطه قرار داشته باشیم و گدایگر و با چی میگه روزی خور دیگرا، عیب است برای یک افغان که دیگه اسم خود افغان بگذاره. بله، سلام علیکم جناب خطاب صاحب. سلام، چی ها دارین صاحب؟ جناب محترم خطاب صاحب، مهربان با حضور شما، حضور خانواده شخصی شما، حضور خانواده تلویزیون پیام افغان و تمام دوستا و علاقمندا و کسایی که صدای ما رو میشنوند، السلام علیکم و رحمت الله و برکات رو تقدیم میکنم. و علیکم سلام و رحمت الله و برکات، همچنان برای شما و خانواده مجیدی صاحب تشکر از بعد از این سال نو 1397 هجری شمسی را که مصادف با یک روز بارانی در کالیفرنیا و همچنان قرار معلوم یک روز بارانی در افغانستان است، به همه مبارک، میمون و خوب و خرسند و خوشحال می خواهیم. جناب محترم خطاب صاحب، آب را خداوند مایه حیات گفته و واقعا که آب مایه عزت، سربلندی، سرسبزی است. امیدوار هستم که جامعه انسانی و مخصوصا جامعه افغانی در این سال 9397 هجری شمسی با آبرو، با عزت، سرفراز باشد و در پناه امن و صلح به سر ببرد. قسمی که گفته شد در سال 1396 خیزش های صلح و آزادی در افغانستان و بعضی کشورهای دیگر بلند شد. از خداوند امیدوار هستم که سال 1397 سال قیام، قوام و پختگی و دستاوردهای صلح باشه
و مخصوصا در افغانستان عزیز ما و شما. امیدوار است خداوند بالای مخلوقات خود از گیاه ها گرفته تا جمادات تا نبادات مخصوصا انسان ها و مخصوصا بالای ملت افغانستان رحم بکند و اکسال دائمی را برقرار بسازد. امیدوار استم اعترامات ما را خطاب سایی بپذیرین و امیدوار استم دعاهای دوستا و عزیزای ما به بارگاه کبرایی قبول شود و اکسال سراسری در افغانستان ما به وجود بیاید. با احترام و من الله توفیق. بسیار زیاد تشکر مجدی صاحب. ارشادات شما یقینا خداوند بپذیره و درگاه خود دعایی که شما برای خیر وطن عزیز ما کردید و در اونجا رستی. افغانستان جزئی که ایمان ما متبرز شد و در درگاه خداوند دست دعا بلند بداریم و خداوند لطف خدا داشته باشد در غیر آن. اما درها را اشغالگرا بستن و نوکران ایشان در داخل همکاری می دارن. بسیار سخت در یک صدمه قرار داره افغانستان. بله سلام علیکم. سلام صاحب. سلام قاضی صاحب. ستاره مرسید سنگی. سلام برادر. اول تاتا وایم چو از چشم بد دور لباد و سرگ و پا امان سه تو اونجا علی سامه دی تم سل کرده نو پا کم کلمو ساس خمانه نو وکو او نن ده پرسطه و ده سفسطه و راز نده هلی او کل مجددی صاحب داغ سی علمی خبری کهی و ده که کنی نور ریخم و دی مخنده ای جگرخونی دیره ده او سو متوجه ده کرو کنی مور پر اول ده نوی کال خدا دی دام نوی کال دی یاستا کلی زیاد که نور رومنه دی دل کردی نو که جوش وری انشالا دا سای صاحب هم در سپر کم پر وری دیم اکلو زیاد باید دار کشی دا چراغات نور رومو روشانی سانا دی دیره شد تم سلک کرده ده دا زندگم بخمک پرتام یا فکایم ده بیا پس پرتام باید جوری جو پر زین که وی بیوام داغا در مکه پر طلو افغان باندیم بعد بایم دید بی کفایت بی جنایت کار یو تنظیم دی یواز دا جیش داغ سیو سانا لکتا چی تمسیل کرده ده دوم کرده وی ده احمق را ولار شو جنایت کار جمعیت و نظار اغا لوتی دوسته میشکارا که ولا نخلی خوان بخراب شو ده اتا و گوره ده جنایت کار و گوره خاینان و گوره غدارار بابا تا سیو سانا جوره که یو فکایی یو خندور و که چی خوان تو راقو ده کال جگر سرا یو او رز ده غلطا دی تا تمسیل کرده ده گرد پر نمائندگی بیان ده کور ودان را رو ده ده فتاب صاحب چخ فکای خدا سید یو سید سار سید خوب را کړی سخ می دا لو د پلاټ ویل و چې ولا په خوب می لږ زور قسمه مې نو تا چې کول دول ما د سی په خبر کړو شتا کور په خبر کې چې شتا کول دا د خطاب صاحب ته لږ می اعلان کړا و چې دا سم مرمر وکړه د کار چا پیدا کړو دا چې کول ول دا مې ویل شتا ما مرمرم دا غره دا دا په اعلان چې دا مرمر وکړو صاحب تلن لا چا پیدا کړل او چې پیدا کړ دی هغه دی دوی وخت نن سم خلک په لاین کې دی غواړو ته دې څه څه واړو کور دې وطن ستا د دانن دغه دي برنامه ته دا خو هغه د پسرلی د دغه لپاره مالی او کارت شته تغییر ورکو بیا هر ورځ خو ون کال هغه لرو د غمونه لرو جنګونه دي مصیبتونه دي افغانستان کې داسې د ښادۍ او د خوشحالۍ غږ نه اوري قاضي صاحب دغه لپاره صورت و یا سخن جای و نکته مکانی دارد. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. سلام علیکم صاحب. خوب هستین؟ سلام علیکم صاحب. دکتر صاحب خوب هستین؟ من با نوبه خود سال نو به شما و فامیل محترمتان تبریک و تهنیت میگم و امیدوار هستم که شما البته با تمام فامیل محترمتان سهرمند باشین و حلول سال نو البته و تمام ملت مظلوم افغانستان هم تبریک و تهنیت میگم. امیدوار هستم که سال جدید پیام آور صلح و آرامش در وطن عزیز ما و در مجموع در سراسر جهان باشه. از لطف و محبت شما هم یک جان تشکر و دعا میکنیم که در این سال نو هم شما و فامیل محترمتان سعدمند و جور و تندرست و سرفراز باشین با هر جرمت. بسیار تشکر دکتر صاحب دانشوار. شما بسیار لطف کردین. از محبتتان بسیار زیاد تشکر. یقینا سال نو است و بهار است. خاطره های فراوان مخصوصا دو نسل بالای ما گذاشته. در حقیقت یعنی هم خاطراتی از افغانستان داریم و هم خاطراتی از امریکا داریم. در دو اشغال ما بزرگ شدیم، اشغال شوروی وقت و این اشغالی که 16-17 سال از او میگذره.
از لحاظ روند و چی میگه رویدادهای افغانستان در 14 جوش خوردیم، خاطره ها داریم، و از انسان های افغانستان خاطره ها داریم، از کلچر و کلتوری افغانستان خاطره ها داریم. ما خصوصا خود ما یکان بار میبینم که امید 50 و 60 سال عمری بسیار طولانی نیست، مگر یکان بار 60 سال آدم بسیار خالی میباشه از وقایع. یک کتابچه که هیچ تحریر نشده، کدام چیزی واقعی نشده، یا اگر هم شده بسیار کم. بعضی ها 60 سال یا 50 سال یا 40 سالی که به سر برده، بسیار اتفاقات در زندگی و افراد و اشخاص افتاده و پر خاطرات هست. از هر فصلی از او مردم میتونه بیاموزه. من بعضی انسان ها را یافتم، با من وقتی با ایشان برابر شدم و نشستم، بسیار آموختم. داستان ها داره، بیانات داره، تجاربی داره. او افراد و اشخاص بسیار یعنی نادر هست در حقیقت. و ما در اجتماع افغانهای خود خصوصا اونا رو بسیار ارج میگذارم. از تجاربی از اونا آدم میاموزه، از طرز کلامی از اونا آموختیم، از شیوه برخورد از اونا آموختیم. یعنی انسان از انسان میاموزه. تا جایی که ما خودم تجربتا آموختیم، بیشتر از انسانهای اجتماع بوده. وقتی میگیم پیراهن پاره کردیم، بهارهای بالای ما آمده و خزانها و زمستانهای را سپری کردیم، هر کدام از این برای ما آموزنده بوده و در درون همو فصول سال، در طول سالها، در درون وقایع، در رویدادهای اجتماع یک انسان جوش میخوره، میبره، یک عنوانی از او کسب میکنه. دیگه خوشا به حالی و کسایی که حداقل هم برای خود تپیدن و هم برای دیگرا از صحت خود استفاده کردن. خداوند میگه از همه چیزا انسان میپرسه، نعماتی را که خداوند نصیب انسان داشته. یکی از او صحت انسان هم هست که برای خود صحت دادم، چشمی بینا، گوش شنا و قلب که این و آن، مگر هیچ از او نه برای خیر خود استفاده کردی و نه برای دیگرا. و عقلم در کاسی سرت موجود است و مغزی که خداوند برات داده. چرا خودت مسئول هستی که میگه از او هم متا بازخواست میشه؟ بعضی چیزها رو انسان ها فکر میکنه با عقل قاصر که والا این پولایی که ما دارم، یا فرض کنیم اگر قتل کردیم، قتالی صورت گرفته، یا چور و چپاول، یا فساد، یا رشوت، مگر نه بیشتر چیزها نعماتی رو که خداوند نصیب انسان داشته از او هم پرسیده میشه. یکی از او صحت انسان است. شرایط انسان ها هست. بعض انسان ها در یک شرایط خاص قرار دارن که دیگر از اون نعمت برخوردار نیستن. اون شرایط تا خداوند العزال به حیث یک نعمت برای ما اهدا کرده تا از او استفاده کنیم. او از او شرایط هم اگر استفاده صورت نگیره، دیگر در حقیقت پرسش خوب باید شوه از انسان که چرا. بله، سلام علیکم. بله سلام علیکم. سلام، قاضی صاحب خوب هستین؟ خیر خیریت؟ ما خوب هستین. فامیل من سال نما برای شما و برای فامیل محترمتان و تمام بینندگان و شنوندگانتان سال نما سال خوش و باسعادت و سعادت همچنان قاضی صاحب گل برای شما. هدایت میشه خداوند عیدش برای شما هم بده که دایی برای صلح آزادی افغانستان همیشه مصدر خدمت بودین و خدمت هستین. دیگه دوستا هم که جناب دیگه ما بسیار گپ نمیزنم برای اینکه وقت دیگر نگیرم. فقط سال خوش و باسعادت سعادت تمام مردم افغانستان و ما و شما و تمام بینندگان شما. خداوند الهی یک رحم و روشنی کنه که امسال ما بتونیم مصدر خدمت هم افغانا شوه که مملکت ما از این خونگیزی و بدبختی ها خدا یک آرامش شود. الهی امین. الهی و من الله توفیق. بسیار بسیار تشکر قدیس محترم. بله سلام علیکم. سلام علیکم. السلام و رحمت الله برکاتو. چال دارید؟ جناب خطاب صاحب، سال نو برای جناب شما، برای تمام کارکنان تلویزیون ملی پیام افغان، برای شنونده ها و بیننده های تلویزیون شما و برای کافی مردم نجیب رنج
کشیده و بلادیده افغانستان تبریک میگم. و همچنان برای شما صاحب محترم هستین، بسیار تشکر. جناب خطاب صاحب، من همی یک موضوع را میخواهیم بگم و همچنان در همی ارتباط باید بگم که روح احمدشاه بابای کبیر بنیانگذار افغانستان نوین شاد باشد و او راستی که یک شخصیتی که در تاریخ افغانا گذشته اونمو یکی اتباه نمیتونیم که ما هر کس بابا بگیم از هر کس قهرمان جور کنیم، اون گپا الهیست، ولی او را مردم او لقب برای بابا برای احمدشاه بابای کبیر داده. بله. و اونا به شما معلوم است که اینمی فتوحات را که نادر افشار کرد که این رفت هند گرفتن و از اونجا امو الماس کوه نور و امو تخت طاووس خو اصلا به میزور و به بازوی اینمی افغانهایی که بودن پشتونها و ازبکها و افغانهایی که امرایشان بودن به زور از او آوردن به ایران و نام ایران امروز که افتخار میکنن به مو آدم به نادر افشار. و او آدم راستی صاحب جناب خطاب صاحب که او آدم امی تعصب شیعه و سنی را قطعا نداشت امی نادر افشار، اونمو آدم تعصب از او باعث از این شد که اینمی افغان ها در پاره از او بیستن و اونمو هم باعث شد که او را بکشن. امی متعصبینی که در فامیلش وجود داشت و امو برادرزادش او را کشتن و به فامیلش و ایش کدامش رحم نکرد، حتی نواسه و قواسهش، حتی زن حامله داره که نواسهش می شد از بچهش بود او را ماندن که طفل تولد شده اونم طفل نوزاد کشتن. این قدر چی کردن و احمدشاه بابا یک شخصیت است که در فارسی و پشتو او شعر می گفت، تعصب قطعا وجود نداشت و یک تعداد زیاده که همین روز از همین برادرای عزیز ما که در چندول هستن و در بعض جای دیگه هستن هستند، یک تعداد زیاد در زمان از او آمدن با اونا در چی در کابل آمدن و همینجا متوطن و مسکنگوزین شدن و کسایی که نام از او را میگره اینا فقط به بدی میگره صاحب، اینا اونمو گماشتگان و عمال ایران هستن. این از همین منظور ملبت هم ملت عزیز ایران بسیار دوست داریم، همزبان ماستن و همسایه ماستن. این آخوندهای خبیث نجس حرامزاده که هستن صاحب، اینا اینمی مسائل در گوش بعض کسای عمال خود که بعد چراهای مختلف داخل تلویزیون میشه، در یک جای صاحب پشتون بد میگه، در یک جای هزاره رو بد میگه، در یک جای ازبک بد میگه، در یک جای یک چیز دیگه، اینا به اصطلاح مسائل مطرح میکنن. و همچنان میرویش نه که قهرمان او پسری از او که رفتن فاتح اصفهان، اصفهان فتح کردن، امو شای آخر صفوی که بود شاه حسین صفوی، اونمو صاحب این یک آدمی رزیلی بود، یک آدم بیوجدانی بود صاحب که از اون جمله ببخشن صاحب یک ذره اصاله اصاله ادب هم میشه. امو امی سرگرمی از اون اینمی بود که صاحب امی خودش با محرم خود زنای خود در تراس یا در امو بالکن میبرامد و از اون صاحب اینا خرای نر و مادرم یاوردن و او تماشا میکردن. و این دروغ نیست که من از خود بسازم و ای البته ای در تاریخ در جاهای مختلف نوشته هست. به می ترتیب صاحب متاسفانه یک چیزه بگم، اینمی به اتفاق پیش بین افغانا بود، اینمی باعث امیال نمیتونه از همی باعث امو ناکامی از ایناست که به اصطلاح با هم در نزاد نزاد هستن، اینمی در نزاد رو به اینمی خاطر صاحب من خواستم که اینمی موضوع را مطرح کنم. من گفتم روز سال نو است، اینمی موضوع را من هم به خدمت شما یادآوری کردم. تشکر که برای ما وقت دادید. تشکر. والا هست دیگه نظریات ما، یکان بار ما تعجب میکنم که دیگه افغان در افغانستان یعنی مرده ها را هم ما خجالت میتیم و زنده ها را هم قدر با یک زنده پیوند میزنیم که او را سجده میکنیم و خاطر از او آدم دیگه را میکشیم و این معمول بوده دمی ملیشه و ملیشه بازی و صاحب رهبر و رهبر بازی و قهرمان و شهید و کچطور و چنان. ولی می آقای مزاری صاحب چند روز تجلیل میکنه و کسایی تجلیل میکنه که اونا میکشتن مزاری را. انمی مزاری اگه به دست جمعیتی هم میامد او را تلداغ هم میکدن، از پای همیتو آویزان میکدن، برای ده روز شاید آویزان میبوده می مناطقی از اینا. ما باید دارم یک چی را برای ما اینا فرستاده بودن، یک ویدیو را فرستادن همی برادرای جمعیتی از بیریا
در محل است دو تا جوانی هم تو چی میگم تو یخواری جوان تازه با لب و بروت شروع کرده بودن و پشت لب سیاه کرده بودن صاحب قد و قامت و جوانی از اونا رو میدیدیم که یعنی یک قشر انرژی افغانستان بود و دست همی افراد جمعیت وحدتی ها افتاده در اگه سمیران صاحب که اینا جاسوس هستن در معذر عام به دار زدن امو آدم ها رو مدید و معوردن به دار زدن همه همی ویدیو برای ما رسید از همی کوی توپ و صاحب همی افشار نشانه گرفتن با زونا صاحب قتل و قتالی که در میان اینا صورت گرفت اینو بیاد دارین چی بد حالی بود و زیر قمانده مزاری به پیش می گرفت امروز امو آدمی که مزاری قهرمان بود برای صلح کار میکرد و بعد بخی شما چرا جنگ میکردین اینه قدر حد اجتماع مطلب آشنا و ناسپاس و بگی صاحب هرزه شده صاحب که در هر مقطعی از زمان برای منفعت خود سود خود یک چیز میپذیره و یک چیزی را در یک موقع اما عین پدیده را صاحب رد میداره و در برابر از او یعنی قربانی ها میتن صاحب و یه همچه بابا در طول تاریخ گذشته شما او را ارج بگذارین یکی از افتخاراتی تان است شما برین بکاوین که چون احمدشاه چند نفر شما دارین در این تاریخ بشرت همین افغانستانتان یا میرویس نیک یا وزیر اکبر خان و اینوان ایرانی ها بسیار خوب هستن صاحب حتی مو شوهرهای دیگه کشورها را میگن این مال ایران است یا همین سید جمال الدین اسد آبادی میگه یک جاست در ایران اسد آبادی مربوط امو اسد آباد است یا بعضی شعرهایی که زنده هستن همی خلیلی صاحب میگه ایرانی است میگه هم اسم ایرانی داره در عقب خود افتخار ما هست قدری که آقا مرحوم خلیلی در ایران تجلیل شد در تاجیکستان در افغانستان تا اونا را برش محافل نگرفتن دیگه بنان ما شخصیت کش و صاحب باز اگر ببینیم که ما چی کردیم که بالای همه تو شخصیت های تاریخی حرف بزنیم اونا را نفی کنیم ما هم یک چیزی باید باشیم میگن بار دارم یک ارکاری پهلوانی هم میگن یک پهلوان لاغر چله را میارن و پهلوان میگه بابا ما امرازی پهلوانی نمیگیرم نمی کنم که نام ما بد میشه صاحب یک هم وزن ما را بیاری ما در اجتماع خودم میگن بار میگیم که او آدم بیشار فهمیده است تو چی فهمیدی که او فهمیده است خودت خود نافهم یک آدم هستی چطور فهمیدی که او آدم فهمیده است یک آدم فهمیده و دانشمند باید ارزیابی کنه که کی فهمش بیشتر است کی کمتر است و یا یک نفر ولا عجب یک شاعری است خب شما شاعر هستین شما با مو شعر و شاعری بلد هستین نه ولا من مرا گفتن که بسیار شاعری خوب است یا فلانی آدم ولا بسیار یک آدم خوب است یعنی فلانی آدم سب در اجتماع ما کل ما با گمان با پیش میریم و مو مغز ما از گمان پر است خود ما مغز خود با کار نمی اندازیم دیگه به اون لحاظ بیادر ما گپ هیچ کس جدید چندان نمیگیرم بیادر گوله من بله سلام علیکم سر بله سلام علیکم آقای وعلیکم سلام وعلیکم سلام آجی سر خوب هستی خیر خیر آقای محترم آجی عمر اختار سال 99 1397 را به شما و تمام مردم افغان تبریک میگویم همچنان برای شما سر میره بانست مردم افغان آرام باشد و شما در پناه خداوند کریم باشید همچنان تشکر خوب باشید بز در جان کندن و قصاب پس چند بود آها سبقتلای مجددی و شار میدید که اگر انتخابات ریاست جمهوری در روز معینه دائمه شود خود اتکاتی کم ما در رئیس جمهور جدید را جاگزین حکومت وحدت ملی میدارد ابلهی باشد که خود را گم کند قد خدای خانه مردم کند وطنداران عزیز در حالی که صفت الله مجددی به اساس هدایت امیدگل رئیس استخبارات آی‌آی‌سی پاکستان چند رئیس جمهور موقت بود با کدام جرأت به پشتیبانی مردم عوام آرزوی به میان آمدن روی جگر دارد هنوز هم قوای ناتو به دولت امریکا یک اتاز میدان میباشد بس از ای وطن فروش مردم را فریب مده با احترام میده فریب صاحب قدر آدم ها را فریب داده که شما را خوب بگذارید و دیگه هم فریب میخورن صاحب
ما تا جایی که میبینم فریب بتونیست که او آدم فریب میده و کسی که فریب میخوره او هم بسیار بدبخت است. ما در افغانستان فکر نمی کنم کس فریب بخوره، اما برای سود خود زیر ریش صبغت الله میدوند که یک چار کران نصیب شوه، یا از سیاف هم و از دوستام هم. ولی ببینیم در اول بهترین مثالش همین دوستام است. ملیشه ها کجاستن؟ باید شب و روز مظاهره کنن و برن و والی را از بین ببرن و قتل و قتال کنن و خود تکه تکه کنن که رهبرشان کجاست. بابا خوصه بگذاریم که 150 سال قبل یک شخص به نام احمد چا بابا گذشته و جزء تاریخ شده، و اگر شما احمد چا بگوین کس نمیفهمه که او کی است. اگر بابا بگوین باز میدانه که همون منظور همون بوده. او لقب از او باباست و جوش خورده در طول تاریخ. از وزیر اکبر خان میگم یا سلطان محمود، اگر تنها سلطان بگوین محمود نگوین منظور، یا محمود بگوین سلطان، یعنی همون آدم سلطان بوده، یعنی چند کشور زیر سلطه از او بوده. بله سلام علیکم. الو. بله سلام علیکم. آقای خطاب محترم سلام، عبدالوردک شریف فرانکفورت. خوب هستی برادر گل؟ خیر و خیرت. چال چوال سر. خوب هستی صاحب؟ مهربان. سلام برای بینندگان عزیز. آقای خطاب صاحب، اول تر از همه سر سلامتی شما و فامیل تان آرزو دارم. سال نو برای سال تبریک گفتم. همچنان دیگه امشب راجع به موضوعات افغانستان بحث نمی کنیم، بخاطر از اینکه خودم نمی کنم صحبت کنم. خود نکنیم باز دیگه در آینده دیگه و امکان داشت پس تماس میشیم. دیگه بیشی شما سال مقبول است که نکتایی تان سایم. تشکر ولد. خب برای بهار یا میره نگاه کردیم بیادر سایم. ما یک دیرشی خریدیم سایم، ببخش دیگه از موضوع خارج نشیم. دیرش ما سایم رنگ سرمایی دارد، بیرن سفید، نکتایی سرخ، بالای جیبان تکیه سرخ. به نظر من خوب رنگ است. اما خوب است. شما خود به دریشی های شما نمیرسه و بسیار خوشم آمد. بسیار خوب، بسیار عالی. خدا حافظ. ما بیادر همین دریشی های ما کدام کس کار داره؟ خب ما برشان روان میکنم. ما خود دریشی هم کار ندارم، چندان نکتایی هم دارم. اگر ما بمرم اونم از ما سبیل میمانه دیگه، تو یک چیزای دیگه من ندارم که از طریق از لباس برتان عرض میدارم. مگر اگر او را در بازار ببرین چندان پیسه از او کمایی نمیشه. صرف امو در امی تلویزیون شاید زیر ام چرا خوب معلوم شوه. دریشی خودت شاید هم قیمتی باشه هم بهتر باشه. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. عرض سلام و ادب خدمت شما. سلام رئیس محترم، سلام علیکم، خوش آمدین، سال نوتان مبارک. تشکر، سلامت باشین. همچنان سلام و احترامات خود خدمت همکاران محترم تلویزیونی پیام اخوان تقدیم می دارم. شما اگه اصطلاح دارین از الف تا یا میگین نه در پروگرام آقای غوثی؟ بله. از الف تا یا یک اصطلاح دارین در پروگرام آقای غوثی میشن؟ و الف تا یا مخصوص آقای غوثی است. خب باز میگم که تو هر جای میری از دفع تکرار میکنی. خب بیاین امروز همی برنامه را نوروزی بسازیم. بله بسازیم. گمش به خرد کش توهین شنیدیم و گفتیم. گمش که خیر است. با واسیر زبان دارن، من دعا میکنم خداوند کریم از شفای حاضر نسوشم. آقای خطاب، تقریبا یک سال قبل، حدود یک سال قبل، سال خونین 1397 خراس 96 بود، 96 خراس، خراس جنایتکار پایان یافت از خدا. سال 1397 سگ با وفا آغاز یافت. در این سال سگ میگن اکثر نوابغ دنیا در این سال چی شده تولد یافته. دیشب یک ملای محترم در مصاحبه خود در تلویزیون یک کابل گفت که هرگاه کسی یک عمر عبادت کرده باشه و نماز خوانده باشه، اگر به کسی بگوید که روز نوروزت مبارک، کافر مطلق می باشه. بنابراین بنده منعیسی یک کافر تبریگو سال نو به شما و به تمام افغانای عزیز قلبا تبریک گفته از خداوند تبارک و تعالی تقاضا دارم در از سال نو گوشای ما و شما دیگر خبر قتل و انتحار و انفجار را نشنوم. یک سال و امنیت آرامی را پروردگار عالم در کشور ما و شما در کشور جنزده ما برقرار بسازم. پروردگار عالم قلبهای ما را از کینه و نفرت پاک بسازم.
دیگه من کسی اتاقه که از شیر بعد شما خوشتاندم من کمت شیر دارم میخون نیسته با شیر آلی خوشمه مگر در وقتی که جوش تحلیل و تفسیر است یکی میای شعر میگه او وقت باز و هر سب باید بله بله سب سعدی شد میگه برآمد باد صبح و بوی نوروز به کام جمله یاران بخت پیروز مبارک باد این سال و همه سال همایون باد این روز و همه روز و تو دارم پیام ای طالب من و تو دارم پیام مای طالب من طالب. دیگر من قلمنی آتش می افروز زمستان خلاص شد دیگر من قلم سکو ز قتل و انتحاری دست بردار ز قتل و انتحاری دست بردار نه بر فرمان بدگوی و بدآموز نه سوزان مکتب و دیو و دیارت نه سوزان مکتب و دیو و دیارت برادر باش نکونای نامی بیندوز بیا با جمله افغان امنوا شو بیا با جمله افغان هم نواشا ز دشمن دشمنهای نکبت دیده برداز نکویی کن که جنت بینی از جد نکویی کن که جنت بینی از وقت و بر فرمان ملای شرف روز چونکخو سباجان دلبری کن چونکخو سباجان دلبری کن که بینی بلبلان را ناله و سوز یعنی خانم ها را آزار نتونید بینه میجمعیت برقرار شد ما را به خدا ولی بینید چیز شما ما همین ملا را هیچ برابر نمیشیم کسی که از بدش میایم سویچ میکنم ملا پیشونش میایم دیگه نمیفهم که ملا چرا گفته که دوزخ میره اگه آدم اگه یک چیز تبریک گفت یک پیراهن تبریک گفتین یک لباس تبریک گفتین یک فصل تبریک گفتین یک اول بهار تبریک گفتین یا زمو زمره شکننده ها نیست خداوند واضح گفته که وقتی از خداوند آدم منکر میشه خدا را نمیپذیره و همو ارکان عقیده شش تا از او را نپذیره باز انسان در کفر داخل میشه یعنی نمیپذیره نفی میکنه آنچه واقعیت ها از کفر است یعنی نپذیرفتن است و اگر بگو یک نفر که بهارتان مبارک یا نو روزتان مبارک دیگه یک نفر کافر میشه دیگه شاید امو آدمی که میگه او خودش کافر میشه چون چرا نمیپذیره فصول زیبای سال که خداوند طبیعت خلق کرده و انسان جز طبیعت است او را یک ملا نپذیره وقتی او نپذیرفت و خودش کافر میشه یا ما تعجب میکنم که چرا یک شخص خلقت خداوند را نپذیره اگه بگوی که ما هم زردشت هستیم و زردشتی ها در تاریخ و صاحب باز آتش میموندن در می وقت صاحب از آتش خیز میزدن و صاحب آتش پرستی میکردن و صاحب دیگه او انانه را ما زنده میسازیم و اینا باز را ما هم نمیپذیرفتم شما هم یک نفر دیگه اگر بگوی که شگوفه مبارک سال مبارک هوای خوب مبارک خوی چیزی بدی نیست اینجا هیچ کفر ما نمیبینم بله سلام علیکم بله خطاب صاحب سلام سلام چال دارین صاحب خیر و خیریت عید نوروز شما سال نوروز نو شما مبارک و طریق شما و تمام دوستایی که صدای ما را از طریق تلویزیون صدای افغان پیام افغان میشنوند و خصوصا فامیل نجیب و شریف شما همچنان برای شما برادر عزیز امروز از سیاست حرف شاید کم بزنیم و یا نزنیم نیم دقیقه سر سه موضوع که اولا ما احترامات خاص خود بر شاههای مجددی عرض میکنم که دیروز هم از او یاد کردیم و امیدوار هستم که بعد از او دیگه به حیث یک رهبر ما که افتخار داریم سرش و هیچ و کسای دیگه منصوب نیست خود عزیز یک جوان خاص خود دارم ما فقط چه آرزو دارم اونی که آقای رایی را مباد از مدت زیادی در پیام افغان که اگام دفعه پیام شیطانم میشه که آدم بگویه مذرت میخوایم که خب برحالش سیاست سیاست است و ما باید همیشه آنچه که دارم بگویم او برادر اینجا ما نشستیم خودت میگی پیام شیطان اصلا خواهمی پیام شما رو ما میرسانیم اگر شیطان خیلی باز خدا نخواسته شما شیطان میشه
توان مساعدی که انسان باید لطف و لغت باشه. حال همین شعرشان بسیار ارزشمند بود، ولی باز هم بوی چی میامد؟ از این که یکی چلپاس است، یکی هم پشه. در پاکستان پشه و چلپاس زیاد هستند. من یک زمانی گفته بودم که طالب فکر کنیم که چلپاس بوده باشه که چقدر کری از مثلا، ولی پشه ها را که میخوره این کار خوب است که اون چلپاس باید پشه ها را، یعنی اشعار بدفطرت است که اید با واشیر نگفت اینا را باید اونا بخورم. من هدف دارم، نه مسئله اعتقادی را سر جب میزنم. خلاصه من امیان یک خبر خوش شنیدم که اسماعیل خان ضابط صاحب همو زمانی که بندی بود پیش طالبا اونمو زمان زنده شد و خاطرات خود زنده ساخت، گفت که بله من رابط هستم که امکان داره برای با اونا صحبت بکنم. پروفسور از بهش پرسان کرد که چطور شما طالبا، شما کسایی که هم مسلکتان و هم پیمان و هم رزمتان بودن اونا را کشتن، اونا میگن که اونا بد هستن، شما چطور شما را اینا انتخاب کرد؟ سر از اول اگر نمیزنیم سال نو هست، او گفت که بگذار که در سال نو گپ آغاز شده و در آینده برایه. من شعر از یک شاعر بسیار ناموره که خداوند او را غریق رحمت کنه به نام یونس عینی در ونکوور بود که او را در 2000 نشر کرده. او من در همین زمان همو شعر را میخونم به یاد بود از او که من یک التماس میکنم که خداوند همی حالت از ما بد کنه. در او آمده که الهی دشمنان ملک ما را بریده دست و پا از ساقه بینم. هرانکو سرکش و نامهربان است، نصیبش خار و خس چون ناقبینم شطار. بقرها را بیرون از گلستانها، رها از درد و رنج و فاقبینم. آفرین. بهتر بودم که دوستا بفهمن ناقه شطار، بقرام گو، امیرانم همون خرهایی که امیدوار هستم این سرزمین ما از دست از اونا آرام باشه و بیرون رانده شوند. پیروز باد آزادی و استقلال. آمان. یعنی یک نفر با سراغ اعلانات میریم. بفرمایید شد. الو. الو. بله سلام علیکم. السلام علیکم خطاب سید. چنگی؟ تا دیتا سدرانی کورانی تا دیتا دی پیام افان طول همکارانو تا. دی نوی کال مبارکی وای. همچنان میره بانیسه باب خدای دی دغه نوی کال دی سرخ کال مگردوی چپانستان دی اجانه بونه بیغمشی باب خدای دی وطن تا سول هراولی تاسو دی پاره دی یو نکبر غا کال بی. السلام علیکم. دیرم مننه تا قربان سم دیر لطف دیو که با همین دعاهای نیک دوستان عزیز برمیگردیم بعد از اعلانات و یک آهنگ هم داریم برای نوروز و شما میتونین از لاین های باز تلفن استفاده کنین و بله؟ آقای نوری صاحب روز شنبه ساعت یک بعد از ظهر وقت لس آنجلس تشریف می آورن و البته بالای تحت عنوان دریچه سخن برنامه دارن برای 3 ساعت. خواستم اعلان بدارم، دیروز هم عرض کردم، اونا تشریف میارن، تشریف آوریشان خیر مقدم میگیم و سال نو با ایشان و فامیل محترمشان تبریک عرض میداریم. لطفا با ما باشید. Sina por honas, chigoyam mani manchuna.
لنگر دو هم دیوان خواهد شد. دستبند مغناطیسی، آیا می خواهید در کوتاه‌ترین زمان ممکن از استرس و فشارهای روزمره خلاص شوید؟ دستبند مغناطیسی مورد تایید تمام متخصصان دنیا بهترین راه برای رسیدن به آرامش می باشد. با دستبند مغناطیسی از زندگی آرام و آسوده خود لذت ببرید. با دستبند مغناطیسی همیشه یک قدم جلوتر باشید. کاهش استرس و خستگی، افزایش تمرکز و توان. کافیست یک بار امتحان کنید. با دستبند مغناطیسی تعادل، انعطاف پذیری و قدرت تمرکز را به خود هدیه کنید. استرس و خستگی خود را کاهش دهید. مورد استفاده توسط معروفترین اشخاص با ظاهری فوق‌العاده شیک و سبک. دستبند مغناطیسی را با قیمتی کاملا متفاوت فقط از بازار پیام افغان می توانید تهیه کنید. پس همین الان با شماره تلفن 818-884-7018 تماس بگیرید، زیرا دستبند مغناطیسی انرژی مثبت و توان جسمی شما را افزایش می دهد. تالار پذیرایی پرستیج در شهر گیسن نزدیک فرانکفورت در آلمان برای برگزاری نامزدی‌ها، عروسی‌ها و حتی کنسرت‌ها در خدمت شما خواهد بود. ظرفیت 400 نفر در محیطی خانوادگی با کیترینگ متنوع. برای اطلاعات بیشتر و یا رزرواسیون با ما تماس بگیرید. پرستیژ. فروشگاه کانفورت و حوض انگول در آمبور بلشتیژ. این فروشگاه بزرگ موبل در آمبور با سابقه درخشان 7 ساله عرضه کننده بهترین موبل از مشهورترین و بهترین تولیدات ترکیه در خدمت شما. شما می توانید در این فروشگاه بزرگ انواع موبل های مورد پسند خیش را از قبیل موبل اتاق خواب، اتاق طعام، تخت های خواب، کوچ و چوکی، فرش های مرغوب، پرده ها، برنگ های زیبا و قیمت های کاملا مناسب خریداری نمایید.
جهت سهولت بیشتر شما بخش دیگر این فروشگاه در هالستن بیک کانفور با مساحت 1800 متر مربع با تمامی اجناس تذکر یافته در خدمت شماست. فروشگاه های ما اشیای مورد ضرورت شما را با قیمت مناسب منتقل نموده و خدمات ترمیماتی را انجام میدهد. همچنان پرداخت ها به شکل قرضه از طریق تارگو بانک نیز میسر است. اگر می خواهید سفر مطمئن را با خدمات، سرویس عالی و استانداردهای بین المللی در تمام کشورهای دنیا داشته باشید، اگر می خواهید سفر حج فرضی و عمره را با تضمین و قیمت مناسب دریافت کنید، اکرم تریول ایجنسی یک نام آشنا در عرصه خدمات ترانسپورت هوایی و اخذ ویزا و تجارب 20 ساله کاری در خدمت شما. بفرمایید انگامه جان، سفر خوش باشه با آرزو دارم. تشکر از شما. ما تمام سفرهای خود را به هر کشور جهان با اکرم تراول تنظیم میکنم. سفر خوش، راحت و مطمئن. هامبورگ شتایندم 97، برلین شترومشتراسه 22، اسن فیگوفا پلاتس نمبر 10. حبیب نوروزی شرکت، هامبورگ جرمنی. په افغانی خواندورو وچو میوو د خپلو میلمنو هرکلی وکړئ. د افغانی پخلنځي لپاره توکي او مسالې ستاسو دسترخوان ته رنګ، خوند او ښکلا وربخي. د ودونو او محفلونو لپاره ښایسته او په ښکلو ډیزاینونو افغانی او هندی کالی او گانی دلتا موندلی شی. د حبیب نوروزی شرکت په عمده او پرچون ډول د آغلی فرخنده حبیب په مدیریت ستاسو په خدمت کې. دوستان عزیز، عرض سلام و احترام داریم. چشم برای تلفن های شما هستیم با پیام‌های بسیار نیک. دعاها برای افغانستان. سال نو هست و آغاز نو و به حساب انرژی نو. هر یکی بین برای افغانستان بارزوهای نیک، یقینا بارزوهای نیک برای یک دیگر. از تانه و تانه بازی و صاحب ایر نفی کور و نفی کور بسیار کاری ساده است، کاری اقرب است. گجدم میگه هر بار باید یکی را بگذه، چون خداوند خلقتی از او را در طبیعت یک عقرب نهفته که باید کار خود انجام بده. او با وجه احسن هم کار خود میکنه، چون گجدم باید بگذه، زهری درون خود باید بیرون کنه. و میگن طبیعت آموزنده است و بسیار درس و تعلیم در درون طبیعت نهفته است. همینطور که از بهار میاموزیم، میگیم که بهار یک موسم تراوت است و بیداری است و یک نعمت است برای تولیدات و بیداری خواب زمستان طبیعت. دیگه خب گجدم است و کسای بلبل است. بلبل وقتی میگیم که ترانه میسرایه و مردم خرسند میسازه در بهار، باز گجدم درم بهار و زمستان و خزان در هر فصل باید بگذه. بنان باید هم خواست گجدمی خود از خود دور کنیم، خواست
بهاری، تراوت، نسیم بهاری، نعمت خورسندی دلها. بعضی وقتی یک نفر خورسند میسازه، خود از او دو برابر خورسند میشه، خوش میشه. مادمی تعلیمات دینی بعضی جملات شنیدیم بسیار تکان دهنده بود و بیدار کننده بود. در یکی از بحثای دینی ما از یک کسی شنیدم، اونا فرمودن که با مو اندازی که یک اسرت زده و گداییگر با یک حساب بگویم دست خود پیش میکنه در جلو یک پولدار که پول بده، وقتی یک اسرت زده پول میگیره از یک پولدار، او بسیار خرسند میشه چون پول به دستش آمده و قوت و لایموت زندگی خود میکنه برای اولاد خود. فرض کنیم اگر خانواده داره، یک نان و غذا بالای سفره از او میشه، حیات بقای از او تأمین میشه. یک پولدار وقتی پول خود با یک گداییگر میسپاره، او میگه دو برابر خرسند میشه و از او لذت میبره که امو مسئولیت خود در برابر خداوند ادا کرده، چون خداوند لطف نموده برای او آدم یک دارایی را سپرده و با امانت در حقیقت تا که زنده است از او چطور استفاده میداره. او باید دو برابر میگه خرسند شود و از او کسی که دست خود پیش کرده در جلو یک پولدار، از او باید میگه اظهار امتنان هم کنه، یک تشکر هم داشته باشه که همین خوشی را خودت برای نصیب ما داشتی، اگر خودت نبودی یک برای خودت ما کمک نمی کردم، یعنی یک خیرات و صدقه نمی کردم، این فرحت خوشحالی برای ما میسر نمی شد. دیگه بنان بعضی وقت کاری نیک که یک صدقه شمرده شده تا یک تبسم خود پیغمبر گرانمایه، آدم باید بسیار خرسند شد که یک نفر دیگه او طرف خوش شد. مگر اینکه انسان ها در طبیعت و در روی کره زمین بشاری مردم، خداوند بسیار بدبخت هم خلق کرده، بدبختی های فکری نصیبی از شده، دیوانوار عمل میکنه. دیگه شما نمیتونین شب و روز عقب یک دیوانه برین و وقتتان ضایع بدارین، تا جایی میتونین در برابر یک شخص علیل و مریض فکری شما خویشتنداری داشته باشین، محبت داشته باشین. باز اگر نبود شما مسئولیت خدا ادا داشتین. بیاین که تا میتوانیم با سعی خرسندی و خوشحالی به دلهای دیگر بیاوریم. بله، سلام علیکم. الو، بفرمایید. سلام. سلام های بی پایان خدمت عمر خطاب قربان شما محترم تقدیم میکنم. خوشخو جان سلام علیکم، بسیار خوش شدیم که شما را صدایتان بعد از مدت طولانی میشنویم. صاحب بسیار تشکر از تشکر شما. زنده باشین. ما اول عید نوروز سال 1397 تبریک میگم خدمت خود شما، خانواده محترم شما و تمام دوستانی که صدای مرا از طریق چینل پروگرام چینل تلویزیون پیام افغان چینل شما بله، اقدر تلویزیون زیاد شده. خوشخوز خدمت آقای راهی برادر محترم، خانم سبای عزیز نازنین و آقای هجران و تمام دوستانی که صدای مرا میشنوند و سلام ها و تبریکات تقدیم میکنم. شرالت و علیکم سلام. ما یک تشهیر بهاری دارم، البته یک کمی غمگین است، نمیخوام که دوستان به این روز غمگین کنم. اگر اجازه شما بفرماین بجاسه بمون بفرماین تشهیری که از محبت و عشق و حسن و زیبایی حرف میزنه، این امیر تقدیم میکنم. بفرماین تقدیم کنین. بفرماین بفرمایید. با چشمان تو بینم رنگهای آسمانی را، با چشمان تو بینم رنگهای آسمانی را، نگاهت آورد پیغام عشق جاودانی را. بنازم پنجه مشاطه گلکار قدرت را، که بر لال لبت سایده رنگ ارغوانی را، بر روی گونه ات پاشیده آرایشگر گلها تراوتهای سرشار
جان جوانی را، جواب خنده ها و رقص ابرویت چیستان گویم، بخان اندر نگاهم رازهای بی زبانی را. نگاهت را مکن پنهان ز چشم بی امید من، که از چشم تو می جویم امید زندگانی را. جدا از نوبهاران وصالت ابر غم افشان، با موهای سفیدم برگ بیرنگ خزانی را. فدای کلک رنگین خدایت من، که با صد ناز با چشمانت نهاد آینه های مهربانی را. تو می خندی به سویم، من حراسانم زرسوائی. تو می خندی به سویم، من حراسانم زرسوائی. خدایا کس نبیند این اشارات نهانی را. تنت را باغبان آفرینش کز پر گل ساخت، ندانم از کجا آموخت راز باغبانی را. زباغ شعر یک دامن گلاب و لاله آورده، زباغ شعر یک دامن گلاب و لاله آورده، که بر پای تو مومن داشت شوق گلفشان. واو 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 واو، چقدر زیبا. اینو تقدیم میکنم به کل دوست هایی که صدای مرا میشنون و بعضی دوست هایی که اشعار مرا دوست دارن. ما دوست دارم شما برادر محترم عزیز نازنین، ما پروگرام های شما رو میبینم، ولی از اینکه سیاسی هست دیگه ما نمیاییم. شعرهای ما با اون پروگرام صحیح درست نمیاییم. خوشحال جان، از خداوند برای شما صحت و سلامت و عمر طولانی و خانواده شما و همه دوستان. همچنان برای شما خدا نگهدار. خدا نگهدار شما. اگر شاد همی اخیر پروگرام هم یک شعری از شما را بشنویم، به اون لطافتی که می سراین، می نویسین و می سراین، هر دو با هم یعنی ارتباط داره. اگر تا شعر نویس هست یا شعر سرا هست، مگر دکلمیش با شعر ضعیف هست یا منطقه شعر نیستن، مگر شما هر دو هستید. نام خدا. بله، سلام علیکم. سلام آقای. سلام مینا جان گل. سلام علیکم. سال نو شما، فامیل همه مبارک. سال نو شما آقای خطاب، سال نو فامیل و همه هموطنان و بینندگان عزیزتان. شروع سال نو از بهترین فرصت برای رفع کدورت و پیش قدم شدن، بله، بله، بله. آشتی و صلح و دوست داشتن است. در این حال و هوای نوروزی، اوقاتی که ما صرف خانه تکانی میکنیم، آیا بهتر نیست که یک سر هم به هوای دل ما بزنیم؟ یقینا آفرین. دل ما را از کینه ها و کدورت ها بشوریم. زیبا. مغز خود از کینه ها و کدورت ها و حسادت ها پاک کنیم. یقینا. آیا وقتش نرسیده که چنان که درخت ها، سبزه ها، گیاهان روی زمین، تمام چیزهایی که در روی زمین است، در این پس تازه میشن، زنده میشن و سالی که گذشته رو به گذشته واگذار میکنن، ما هم بیاییم یک کم کوشش کنیم که انسانهای مثبت باشیم، مثبتگرا باشیم، انسانهایی باشیم که بتانیم عناصر مفید برای خود و خانواده های خود و برای اجتماع خود و برای مملکت خود باشیم. آفرین. زیبا. یا در هر گوشی جهانی که زندگی میکنیم، بر او کشورها حتی باشیم. بله، بله. ما در اینجا فقط اشاره ما به همه هموطنان ماست که هموطنان عزیز ما، ما نمیتونیم که از یک صد یا دو صد نفری ارکان دولت هستن بر قدرت تکیه زدن یا بر قدرت نشانده شدن، ما تنها از اونا گله و گذاری کنیم که چرا افغانستان درست نمی کنند، چرا این کارشان خراب است، چرا این کارشان خوب است. خود ما باید مثبت گرا باشیم. ای آفرین. آفرین، آفرین، آفرین. همیشه چهار انگشت اگه به طرف دیگر است،
یک انگشت به طرف خود ماست. پس کوشش کنیم که انشاءالله در این سال جدید عناصر مفید و قابل ارزش برای اجتماع خود باشیم. آفرین. کینه ها رو به دور بریزیم، عشق و محبت رو جایگزین کنیم، نکته های منفی افراد رو زیر ذره نگذاریم، بزرگش بکنیم و سرش صحبت کنیم. اوقات بسیاری رو صرف صحبت های بدون معنا کنیم. بر صورت مسال نو انشالله آرزو میکنم که یک سال باشه که نه تنها در افغانستان بلکه در تمام جهان صلح به وجود بیاید و آورنده صلح هم ملت های کشور هاست، نه تنها رؤسای جمهوریشان، نه تنها افراد کلیدی، بلکه یک ملت میتونه خودش خود بسازه و اندازه و میار لیاقت های خود حکومت میسازه و میار و اندازه که یک انسان صاحب او میارها است، با او میار میخواه یک زندگی رو بر خود درست کنه. ما که همیشه میشنم متاسفانه، نه همیشه، بعد اوقات نه تنها برنامه شما، اکثر تلویزیون ها یک تعداد هستند که میاین نه روز خوش میبینن، نه روز بد میبینن، نه هیچی، شروع میکنن به انتقادات و شما هم شدیدن انتقاد پذیر هستین که من بایسی یک کسی که در این کار بودیم و شما تقدیر میکنم که بسیار با سلامندی گوش میکنید و دیگه من سال نو به همه هموطنان گل ما که خوب هستن تبریک میگم و انشالله سال باشه پر از خیر و برکت. تشکر رو میدونم جان، سلامتی و سال. با حد زیبا صحبت کردین، مغزی یعنی واقعیت های افغانستان رو بایان داشتین. ما کدورت های فکری است که به ماشه تفنگ میرسه و به راکت میرسه گفت. اگر در اونجا خونسا شوه و تفنگ او طرف میفته، کسی که در صلح هست در میان خانی از او اگر راکت باشه، تانک باشه، تفنگ باشه، استعمال نمیشه. وقتی یک چی میگه آلی جرحه بگویم یا وسیله کشتار استعمال میشه که یک نفر منزجر باشه، قهر باشه علیه یک دیگر. و بعضی در برهای زمان یک نفر در خانه در آمده دمی امریکا، چرا دمی برای مسئله تفنگ که یک شخص انفرادی با خود داشته باشه یا نداشته باشه و را سکن امندمنت میگه. بسیار جالب است که برای دفاع خود یک خانواده میتونه یک تفنگ در خانه خود نگه داره و لایسنسی و جوازی از او را داره. و در امریکا چون تعداد زیادی کشته شدن و بعضی ها رفتن در مکاتب و دیگه، بالای ازید جر و بحث در جریان داشت سال در چند سال، میخوان صحبت کنن که امو اسلحه دیگه فروخته نشوه یا لایسنس برای کسایی داده نشوه. خب دیبیت هست، یعنی صحبت و مناقشه در این رابطه جریان داره. مگر یکان بار امو وسیله جنگ برای دفاع اگر بود باز خوب است. انسان با وسایل بارزشای باید پابند باشه. یک زندگی بی ارزش و پوده و زیر پای افتاده و هر کس سرشانه و کلیش را بره و هم درست نیست، خصوصا افغانستان امروز. مگر کیست که صادقانه عمل کنه؟ همین آنچه عرض کردم از او برای منافع ملی استفاده بداره، هر یکی برای جنگ میکنه و میکشه آدم برای خود. بله سلام علیکم. خطاب سر. بله سلام علیکم. سلام علیکم اجی خطاب سر. څنګه خیر جوړ په خیر؟ اکرب جمع خو رو سلامات اوسه. تا تا او تا ټول په مل ته د نوی کار مبارکي درته وایم اجی خطاب سر. تلوري می د خدای غوښته. تا جار سم اجی سم محترم ډیر مننه قربان دي سم اجی. ټول په مل ته دي د نوی کار مبارکي وایم ټول دوستانو ته، ټول اندوانانو ته دي نوی کار مبارکی و هم خدای و قرآن دی پا در نوی کاری که خوشحالی و خوشبختی را ولی الهی امین خدا پا مال رب دیمان سر او دیرم با رب دیمان سر چختاب سر تا قربان دیرم من نسر. بله سلام علیکم سر. با سلام مجدد خدمت شما. السلام علیکم رئیس صاحب، خوش آمدین. خیر و خیر با عرض معذرت، سلام و احترامات خدمت کیو آقای کیوان. میگه خوش بود گرمه که تجربه آید در توصیه رو میشه و تان که در واقعش باشد. بله شب آقای خطاب، من یکوانه صفتی که دارم این
دلیلش که در غیاب کسی آفرین من قسم نمیخورم هر کسی که آفرین گپ از ما شنیده به ناموس باشه من روی خود سیاه میکنم که ما با شما گفتیم نه خدای نخواسته افغانش اینال من مجبور هستم که بگویم که تو در برنامه آقای مسکنیار میرفتی میگفتی آره من میایی که من کدی خطاب گپ بزنیم اینا چار چشم از کلی مردم ها بشون دیدن او رو خواهر سیام همیده برای تو گفت تو میگفتی که چی قرآن فروش است امروز میایی اینجا تملق میکنی یک روز خلقیستی یک روز پشنیستی یک روز اخوانیستی یک روز تاجیکستی یک روز پشتونستی بسیار عباده میتونی خیر من میگم با شما خیشتن داری رئیس خیره صاحب امی خود اغماز و رئیس صاحب هم و انسان در یک مقطع بالا یک نفر بدگمان است بد میگه باز یک وقتی حقیقت درک میکنه رو دوست داره امی خود دوستی ها و بدبینی ها در طول تاریخ انسان ها رو ببینید در یک دوری از زمان میگه آدم خوب است ما شاید همون وقت بیشتر بد بودیم مگر قرآن ما فروختیم یقینا نمیالی میفروشیم اعلان میکنیم و قرآن که ما بفروشیم معنای چیز یعنی یک کلام الله را بخوانیم مردم میفرستیم که از او استفاده کنن این دینی از اون است در کلیسا بایبل هم میخواین یک نفر میخواه عدیه کنه یا بخره میرن در بازار شما در کتابخانه برین قرآن شریف ها همیش مفت مانده اونجا که کیوان صاحب برا یا رئیس صاحب یا ما برون وردارم یا جای نماز صاحب در بازار ها شما میرین جای نماز عدیه نمیکنین نمیخرین و جونجا اسمش عدیه میمانین و یام صاحب سی دی است البوم است ما تقریبا 40-50,000 دلار هر بار سرمایه گذاری کردیم باز او تولید شده باز بالای از او روزها نشستیم و رو قرات کردیم باز او رو تولید کردیم باز آدمایی که به امرای ما نشستن رو ثبت کردن و ماش گرفتن دست به دست 4 سال مرا گرفت تا او رو به سی دی بیندازون با سی دی در البوم داخل شوه باز از صاحب یعنی اگر ما واقعا به کار دیگه همی وقتی که در تولید همی البوم صرف کردیم شاید بسیار منافع مادی فراوانی دیگه برای ما میرسی تو از آسمان نفت از یک جایی که اینی آمده باشه و ما بگم میره بتین که ما بفروش مثل کان افغانستان و زمرد که میبرن و صاحب لاجورد و دیگه تو نبوده اگرچه هم میگه میکاون همه قدر سرنگ پرانی میکنن و صدها تاشان مردن در مقاد مگر این خوب هم تولیدی از او پول لازم داره که و باز بسیار مفید است کل افغانستان از او استفاده میکنه یعنی آقای کیوان طرفش دیوال باشه و گفته در یک وقتی از قهر یک نفر قهر اگر یک چیز بگوه او رو من آزرده نمیشم یک نفر اگر عالمانه برای ما بگوه که این میره میفروشی نقصی از او چی است اگر یک نفر میره شراب میخورن نشه میشن در غضب خدا هم خدا گرفتار میکنن یا چرس و تریاک کل افغانستان گرفته هیروئین میخورن در زیق میکنن مگر قرآن نمیخورن این چی رقم قضاوت است من تعجب میکنم ما این را آوردیم سرمایه گذاری کردیم که اجتماع روشن شد و از دین خدا آگاه شد این خوب شد تجارتی خوب است در قرآن هم میگه که شما تجارت نیک کنین برین ببینین در قرآن واضح و آیت های نوشته است در اونجا خداوند لایزال خود دروغ نمیگه صادق مطلق خدا است و یه تجارتی بسیار نیک است من افتخار میکنم که من قرآن هم میفروشم برای شما با یک پولی بسیار ناچیزی که در برابر او عالمه که ویچ با پول محاسبه نمیشه صرف امور میگیرم از شما که دوباره برم او رو پس تولید کنم برای شما عرضه کنم این از دهن بعضی جاهلای دیگه هم بدبخت ها میشنم که همیتو آخر واری هنگ میزنن دیگه واره ما چی بگه که خوب و بد خدا نمیفهم وقتی قرآن نخرین شما چی را دیگه ارزش میگذارین شما باید وقتی ما بگویم که 100 دلار یا 500 دلار یا البوم بر شما میفروشم باید بگویم که هر قدر پول که میخوایی ما براتون میدیم با قرآن شما چه نمیزنید و از پولای شما میاد تلویزیون که بازی نمیاد بیان گپ بزنه و یک قرآن شما خانی خود نبردیم دیگه آمد گپ بود و کیوان اگر گفته یک وقتی در یک زمانی یک حرفیات شده این ما میگم دامن نزنین شور دادن هر چیز شعلای از بلند میشه افکار مردم مشتعل میشه بازو می او را بگو شما را رئیس ما هیچ در برابر خود نه گله دارم نه افسانه دارم دل ما در برابر خودت پاک و ستر است و در برابر همه
ما برای ما اگه عمله شده، ما مسئول بخشش هستم، مسئول ازی هستم که انتقام جو نباشم. از لحاظ دینی مسئولیت دارم دیگه، خب مسئولیت ندارم، ما کدام تعهد با شما نکرد، مگر با خدا چون تعهد کردیم، شما مخلوق خداوند هستید دیگه، بنان آنچه قرآن گفته او را عمل میکنیم و تا که میتونم. ما خودم هم زادی همی اجتماع افغان هستم، اینقدر یکان بار انسان ها بد ما میایم، بعضی ها را که میبینم که میگم همی اگر در زیر صوتی یک قاضی برابر شد که ایره محاکمه کنن دیگه، خصوصا همی کسانی که در مسند ماموریت افغانستان نشستن، همه ما نقد میکنیم با مرگ یکی از اینا خوشحالی مردم محمد دیدیم، مگر در برابر از ما مخاصمت ندارم، صرف اعمال از اونا رو ما نقد میکنم که باز خداوند با امراض با چی معامله میکنه. بله سلام علیکم سر. الو جناب خطا صاحب. آه سلام سر، مجدی سر. سلام علیکم جناب خطا صاحب، اگر اجازه شما باشه ما مکرر آمدیم. بفرمایید. صرف تو نکته را تایید میکنم. بفرمایید. امروز با پاس گلهایی که در اطراف شماست و اکلیل گردن شماست بسیار مقبول است، بسیار خوشایند است. بله. با پاس از امو ما باید خوش آمدید بگوییم، خوشی بکنیم و خرمی بکنیم، گپای کونه و گذشته را به اصطلاح پشت نگردیم، چون ما بیرق صلح بلند کردیم، نمیخوایم مقابله بکنم. دوستای ما که گپ یاد ندارن بهتر است که نزنن، میگه هر سخن جای و هر نقطه مکانی دارد. با تعقیب گفتار خواره که بسیار مهربان ما مینا جان که بسیار خوب فرمودن، یک اشاره بس است اگر در خانه کسی هست. بنان امروز روز بسیار خوشی، روز بسیار خرمی و روز مبارکی است، باید از امی روز استقبال شد. دوم از امی خوراک بسیار مهربان و شاعر بسیار توانای خود به نام خوشبو جان تقاضا میکنم که همیشه در این تلویزیون بیان اشعار خدا بگویم. ما امیدوارشان بودیم، نمبر تلفنشان من ندارم و گنیم از بس پیشان خواهش میکردم ارتباط بگرفتم. سوم با دوستا بگویم که مرحوم قاری محمد امان نوایی چقدر احترام شده این تلویزیون و چقدر عزت شده این تلویزیون، به خاطر که این تلویزیون وفا داره. اکبر بای چقدر احترام و عزت شده این تلویزیون. انسان را خداوند با عزت آفریده و خداوند گفته بسم الله الرحمن الرحیم ولله العزت و لرسوله و المؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. عزت خدا راست، پیغمبر صلی الله علیه وسلم راست و مسلمان ها راست، منافق نمیفهمه با عزت. بنان در زندگی و مرگ این تلویزیون جای عزت است. من نمیبین به خاطر کدام ارتباطات و محبت با خطاب دارم، واقعا نمیتر است. خوشبو جان محترم اشارت در تلویزیون بگو، این تلویزیون جای عزت و احترام است، جای اکرام و حفظ عزت دوستاست. و همچنان از تمام دوستان خواهش میکنم که امروز و روزای آینده موضوع را دیده در تلویزیون بیان اشعار خود را بگویم و مخصوصا در کاروان صلح اشعار بسیار تحریک کننده است، بسیار زیبنده است. ما بسیار خوش میشیم اگر دوستان ما بیان اشعار خود را بگویم. اما خیلی گفتنی داشتم. تشکرم. با قدردانی از سخنان مینا جان و شعر خوارک و خوشبو جان ما با وجد آمدم، ما قدر گفتم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. از مرحوم قاری امان گفتین. قاری امان صاحب برای ما دست دوستی دراز کرد، مرا آمد در مرگ طفل ما قرائت کرد. ما در اون روزای بسیار غمگین زندگی خود بودم که راستی بسیار آتش غم کل فکر و دماغ و قلب ما را احتوا کرده بود و ما آتش غم ما آب انداخت و تلویزیون آمد در ختمای ما اشتراک کردند. و این تلویزیون سال $1000 ممبرشپ داشتن و اون همه چیکا و همه اسنادش موجود است. مرا گفت که تلفون میزد میگفت که اوشی تا بگیری که قاری امان عمر خطاب بسیار دوست داره. باز ما میگفتم که قاری صاحب چطور فهمیدی که ما شما را دوست دارم؟ یعنی دل به دل که را داره خود را نمینجا سه. شما باور کنین ما دو طفل خرد دارم، یکی 3 ساله میشه و 4 ساله و یکی دیگه شم 6 سال. این دمی مدت طول
از آغاز زندگی از اینا، شب که اونا میخوان مادر از اونا قرائت قریمان نوایی صاحب از یوتیوب میکشیم برای از اونا، اونا با آواز قریمان نوایی صاحب شما حساب کنین 365 روز او را ضرب سالها کنین، آیات قرآن عظیمشان از دهن مبارک مرحوم قریمان نوایی شنیدن و خواب بردن اونا را. من دیشب اونا را میخواستم به بستر خواب ببرم، امو چالان بود، من را به یاد محمد و دعا کردم باقی شد. یکان بار انسان ها صرف نظر از اینکه به کدام مذهب است و کدام قوم است و دیگه است، من هیچ بلا نمیفهمدم که امی قریمان نوایی پیرو کدام مذهب است. از دور میدانستم و این را نمیدانستم که قومی از اونا چی است، چند دلار در جیب از او بود یا است. ما هم تو از لحاظ خلوص ما و از اونا دوست شده بودیم، بنان وقتی دوستی خالصانه شد او را بازگرد زمان نمیشوه و از بین نمیبره. بیاین که خالصانه سلام علیک کنیم، خالصانه دوستی داشته باشیم، خالصانه قدم بگذاریم با دیگه، او باز بسیار ماندگار میشه. مگر این زمانه او لباسی او صاحب خندک و بایی او باز طرف چشمک بزن و یک لبک بزن، اما افراد مرش خوش ما ولا نمیه. وقت برتان میگم و در دین اسلام هم منافقین مردود شمرده شده. بله سلام علیکم. سلام علیکم حاجی صاحب. سلام، خیر و خیریت، چال داری بس؟ سال صاحب سال نوه همچنان خدمت شما و فامیل محترمتان و خدمت کارکنان تلویزیونی جهانی پیام افغان تبریک و تهنیت میگویم. و علیکم به شما هم تبریک باشه آقای گلی من. خیر خیر حاجی صاحب محترم، یک سوال میکنم. همین بیادرزادای من چرا ناوزیدم خطرکار در تلویزیون؟ والا بیادر اونا خو مکتب هم میرفتن و باز اینجا چق و پق در تلویزیون پرتو و اطفال نمیدانن همی کمره را باعث اذیت میشن. مگر یک روز میارو میشنه چرا نیم؟ یک دفعه همون دختر خود ما با خاطر زنگ زدم سال نو براتون تقدیم. بسیار زیاد تشکر آقا، تشکر. او را آمد گپ شد چون مجدیس محترم یاد کردن از قریمان نوایی، اما خصوصیت زندگی خود عرض کردم، یعنی اونا را خداوند بیامرزد، اما قرائت قرآن عظیم شان از دهن قریمان نوایی صاحب، DVD های از اونا را از طریق تلویزیون ما پخش میکنیم. ما اینجا در استودیو گفتیم که مکرر او را پخش کنیم که بعد از مرگ از او هم اگر ما بتانم که کسی دعا به حق از اونا کنه، یعنی ما دوستی از اونا که بودیم هم دوستی ما بعد از مرگ از او هم دوام داره و بعضی ها ما تعهد کردیم که ما دوست شما هستم. ما نگفتیم که تنها وقتی زنده بودین ما دوست شما هستم، من وقتی که مردین هم وفات کردین و به اون جهان در عالم برزخ هم بودین ما دوست شما می باشم. و هیچ کس ما نگفتیم که ما اعلان دشمنی با هیچ کس نکردیم، صرف با اعمال بعضی ها ما دشمن هستم، مگر با خود انسان ما دشمن شده نمیتن. بله سلام علیکم. علیکم السلام معروف صاحب. سلام سنگه معروف صاحب، جور پا خیر خیر نوائی کال دیمون با خیر و خیریت کرد خیری چه تاسه ده گورم لکه گل چپ گلدان کیه خیری سلور خواهت ده گلونه او پغار دم گلونه و خپلم گل تا قربان خودت گل، پدرت گل، مادرت گل، همه ات گل. جب تشکر ده نوی کال مبارکی تاسو تا خپل ورندار استاسو میرمن تا پشتنه جان استاسو دیر با استعداد او پاک او افغانی او پختنی پیغل تا او طولو افغانانو تا او استاسو در تلویزیون کارکون کو تا اولانده کوم دیر منن همچنان دیتا کورانی تا ورونو محترم تا والده صاحب تا دا کاری تا دی اولادو تا دی مگل خوام تبریکی ورسه و دیر منن سلامت و سید بی بی اجیم ناست در غم تاست لاسونه مچو مگه لاسونه مچو لاسونه مچو دیر من نو زب استاسو پی اجازه دوغم رو آیم چه دمینا جان کرباسی پا پیروی بانده چه دانو کال یواز پا دی فارسی که ارتوائی خانه تکانی نده دا باید مخص تکانی وی، دا باید زرونو تکانی وی، دا باید تو جرأت تکانی وی، دا باید وینو تکانی وی، چه دا ټول شیان نوی سی دا پسرلی مانا هم دا الله تعالی چه دا سلور فصلونه جوړ کړی دی پغه کې اسلامی فلسفه پرته ده چې ژمی پسې پسرلی وی، پسرلی پسې اوړی وی، اوړی پسې خزان وی. نو د دغه
سلور فصلونو نه زمون ژوند ته رنگ ورکول کیږي. مونږه دا ژمه پرې خوده همدغه معنا لري چې مونږه دا زاړه کرغیړن ترخې تجربې دا شاته پرېږدو. نوی ځوان، نوی کال، نوی بهار، نوی فکر، نوی لاره، نوی قدم، نوی اعمال شروع کړو چې هغه د خلکو د خدای خوشحالی، د خلکو خوشحالی، د ملت خوشحالی، د بشریت خوشحالی بکوي. زه خطاب صاحب شوقی شاعر یم او مسلکی شاعر نه یم. دغلته زمونږ یو لیکوال او ګران شاعر د په نامه د کلیوال زه هېڅکله د چا نه پیروي نه کوم، خو هغه یو شعر ویلی و د نوي کال په باره کې چې باور وکړئ زما دونه خوښ شو چې په هماغه ساعت کې ما قلم راواخیسته او یو نیمګړی شعر مې ویلی. که اجازه مې ډېر مختصر ده، د دې پسرلي په باره کې مې ویلی ده، ستاسو په اجازه به ووایم. مهرباني. زمی ستیریږي خو بهار لري کنه، تور تیارې خپرې پسې سهار لري کنه. توپان وهي موجونه، توپان وهي موجونه، د وطن په هر لورې خدای ګو څه انجام به په دې لار لري کنه. تنکي غوټې رژېږي د خزان سړه سیلۍ کې، تنکي غوټې رژېږي د خزان سړه سیلۍ کې، بلبل به ولولې کړي دې ګلزار لره کنه. د وینو بارانونه مې وطن په وینو ډوب کو، د وینو بارانونه مې وطن په وینو ډوب کو، خارونه مې ړنګېږي دا انجام لري کنه. احساس دی بې د سوی کډالرو دی وزلی، احساس دی بې د سوی کډالرو دی وزلی، تر کله به بېده خلک بیدار سي او کنه. د زلفو زولنو کې سیاشوکې دی پیچلی، د زلفو زولنو کې سیاشوکې دی پیچلی، هجران به هجران په سرو لمبو کې به وصال لري کنه. تیارې وهي موجونه د هېواد شینکي آسمان کې، تیارې وهي موجونه د هېواد شینکي آسمان کې، رڼا به د تیارو پسې پرقار لري کنه. رڼا به د تیارو پسې پرقار لري کنه. ویال خلا هوسوی دی د مینې په سپو کې، ویال زما شاعرانه تخلص ده صاحب. ویال خلا هوسوی دی د مینې په سپو کې، د مینې توپانو کې بدیدار لري کنه. ډېر مننه. آفرین والا، ډېر تکړه یې، دا خو دوام ورکوه دې ته. داسې ښه دې وویل او ډېر ښه هغې شاعر یې په خدای. شاعر نو ورور ته څه ته وایې نو دغه د شاعر صفا سوتره خو استعدادونه دي، د انسانانو باید کار پرې وشي. بله، سلام علیکم. السلام علیکم ورحمت الله. خوش آمدین، سال نویتان مبارک. بسیار زنده باشید، سال نو خوشحال و بافت باشین. به سال خانواده شریف شما تبریک میگم، برای همکارای محترمتان، برای همگی هموطنهای خود سال نو تبریک میگم و امید است که یک سال خوب و خوش و یک سالی که دیگر اجانب نتانه که در وطن ما مادر به ما را پرته مردم ما را بمباردمان کنه، آدم کشی کنه، قتل کنه و مزدورا و جنایتکارا را دارلر بخره و در جان مردم رهی کنه. و با امید از این که فرزندان عادل و شجاع و مسلمان افغانستان صلاحیت و رهبریت افغانستان را دست بگیرن، با امید از این که خارجی ها وطن ما را ترک کنن و ما را آرام بانن و با امید از این که افغانستان به طرف صلح، به طرف استقلال، به طرف آزادی، به طرف عدالت بره و اطفال افغانستان بتانند که مثل اطفال دیگه دنیا واره در فضای صلح، در فضای رفاه از زندگی خود از ببرن، از طفولیت خود از ببرن و افغانستان به طرف علم، به طرف انسانیت، به طرف عدالت بره. و با امید از این که زنها حقوق مشروع خود در افغانستان به دست بیارن و با امید از این که
دیگه غریب و بیچاره زیر پای نباشه و دیگه مردم محروم و بیچاره و گدایگر نباشه و یک قطعه شعر دارم اگه اجازه باشه که خدمت مگی برسانم. بفرم. خطم افغانستان است، خاک آن از من سراسر، ما هم افغان و افغان سر بسر با هم برابر. رود و دریاهت خروشان کهسارت با جلالن، فصلهایت بی نظیر و مردمانت با کمالن. پاک بادا خطه من از کف شر و شرارت، مرده بادا هر کی بردست صلح، مرده بادا هر کی بردست صلح، صلح میهن را بغارت. خاک بادا بر دو چشمی که ندارد تاب دیدن، دست مایان را چو زنجیر متحد با هم پریدن. مرگ بر خصمت همیشه شاد زی بی درد و ماتم، دور بادا از وجودت دکه های راک توبم. سبز بادا سبز بادا نام تو بر جسم و جانم، زنده بادا زنده بادا کشورم افغانستانم. همقدر بس است. شعر زیاد تشکر آخوز جالب. با امید از این که همین جنایتکارام همگی دستگیر شون و وطن فروش و جنایتکار و هر کسی که در سر از این ملت ظلم کرده و کشته، خداوند به جزای اعمالشان برسانشان محکم شون. افغانستان به طرف عدالت بره، افغانستان به طرف علم، به طرف ترقی، به طرف انسانیت و آبادی بره. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بله السلام علیکم. بله السلام علیکم محترم. و علیکم السلام. خدمت شما سلام علیکم. روفی صاحب. روفی صاحب. خوب است نه روفی صاحب. شما صدا را بگیم. بیادر ما خواه قاریا که بودن صاحب از آواز کلا گیرم اشنا. ما را ما قاریا ما در پناه داشته باشی پناه. ما همیشه به یاد ما هستین، در دعای ما هستین. راستی خواستم که یک سال نو برای شما، برای همه جهان اسلام، برای تمام خصوصا برای افغانستان، برای وطندارا تبریک عرض کنم. خداوند سال خوش و سال نیکی برای همه لطف کنه، سال آرامی، سال خوشی. خداوند شما را در پناه داشته باشه، همراه فامیلتان در حفظ پناه خدا باشین و در دعای ما هستین. خطاب شکر سر خوب. یک شخص مهربان هستین، قدر حلاوت کلام دارین، کلام شما قدر با محبت زبان شما میبره، یک رقم یک لطف در درونی از شما میبینم هر وقت صحبت میکنین. بشار یک مهربان و مؤدب یک انسان هستین. تشکر از شما. شما ما لطف شما از خداوند ایمان برادری رو برای ما و شما خلق کرده که همیشه در یاد ما هستین و شما همچنان همونطور که صحبت را شناختین دیگه همو اخوت ایمان اسلامی دیگه هیچ چیز دیگه رو خدا سلامت باشین. باز هم احترامات تقدیم میکنم، در حفظ پناه خدا باشین. همچنان به فامیل وسیله شوین، احترامات رو سال نو تبریک گیرم. بله بله سلام علیکم. بله سلام علیکم آقای خطاب. السلام علیکم سر. وسیم هستم، وسیم اپل از آنسیم. السلام وسیم جان گل، خیر و خیریت، چی حال دارین سر؟ زنده باشین، شما خوب هستین. اولی سال نو به شما، فامیل شما، تمام وطنان عزیزم تبریک میگم. خداوند سال خوش نصیب کنه. شما بیشتر از قاری امان هوایی یاد کردین آقای خطاب که واقعا بسیار اقلاعات خوب کرده، خداوند دو بخش روش نشاد داشته باشد. بعد همچنان مخفی خواهیم از خود شما یاد کنم که شما خود از یک نعمت بسیار بزرگ هستید در بین اجتماع افغانی ما، که ما را خداوند توفیق قدرشناسی را بده که مخصوصا این سیدیو هایی که ثبت کردیم، من میخواهیم همیشه و هر پروگرام در هر تلویزیون من این موضوع را یاد کنم چیه میراث خوب از خود باقی مانده، یک توفیق بسیار خوب که خیر کلگی در بین از این واقعا او بنده نزد خداوند بهترین نوندیش است که به کلگی خیر میخواید، تنها نه به خود، تنها به کل مردم میخواید، به کار شما، به کلگی یک نعمتتان مانده، یک نعمت بزرگ است که هم خیر این دنیای ما در او نهفته شده و هم خیر آخرت ما در او است. و از برکت علی قرآن عظیمشان که شما ترجمه کردین، که بسیاری از انسان‌هایی که بی‌سواد بودن قرآن نمی‌فهمیدن امروز ختمای قرآن می‌کنن، که از جمله مادر من که بسیار به شما دعا می‌کنه، از بسی که به شما دعا می‌کنه من بسیار یک خواب خوب شما را دیدم. آه قربان شما تشکر. بسیار یک خواب خوب خداوند شما یک بسیار واقعا باز من شما را تلفن خودتان در نمی‌خواهیم بگویم بیجه چون شاید کلگه بشنوه.
و دایل زمان ما سال نو به شما و کلی تبریک میگم و خداوند توفیق بده که ما مثل که خانه‌های خود پاکاری میکنیم از کثافت و از اینا قلبای خود که خالی اصلی خداوند دوج است خالی خدا را پاک بسازه. یقینا خداوند ناقت خالی که تصیف نداره. خداوند خوش داره که در جای پاک یاد شود، در جای ذکر، در جای باشه کینه و کدورت و غیبت و عبادت نباشه. امروز جامعه ما را بسیار از این چیزا زیاد پر شده. آقای خطاب آدم بسیار دیگر خون میشه، بسیار زنی وزه مملکتی که ما هستیم مثلا در امریکا همه چیز کلگی داره، از این چیزی تیاج در و جان و مملکتی که هیچ چیز اما باز هم اتفاق وجود نداره. هر روز بیرون یکی به کس برویز برالای بیرون که نمیوزدن که دورت میکنن در مساجد چی حال هست در همه جای بیرون. اگر مثلا ما ما که خود قلب خداوند میگه که جای ما و او جای دوستی است، اگر ما در جایی که قلب است و این جایی که خداوند خودش به قلب با جایش داره ما به دوستی تبدیل کنیم که اول محبت خدا را در این جایی بتیم، محبت قرآنش و محبت رسولش را جایی بتیم، اما افکار و عملکردار و مطابق به سنت های محمد صلی الله علیه وسلم مطابق به قرآن شود واقعیت چقدر یک صلح میاید، چقدر یک پیس میاید، چقدر محبت کلگی به کلیه میکنه و در افغانستان خداوند در این رواج به توانی در مراوج بسازه که ما واقعا نماز میخوانیم پنج وقت سر خوده بزنیم میمان در حال که در همه قلب های گسی بخواد به خداوند به قلب های ما نظر میکنه و به قلب های ما معامله میکنه. انشاءالله که ما را توفیق پاکاری خانه خودم بکنم، انشاءالله که ما اول خانه خودش را پاکاری و بستر که ماه مبارک رمضان نزدیک است. آقای خطاب گفتم از طریق تلویزیون خود شما اگر یمی اعلان شد به تمام مساجد اینا که اگر حد و قرآن کریم پیش از ماه مبارک رمضان گرفته شد به خاطر آرامی به افغانستان که یک ماه رمضان یک ماه خوب به افغانستان انشاءالله که پیش رو داشته باشد و به تمام جهان اسلام و تمام انسان ها و در این زمان یک تجدید ایمان شود. پیش از دایی که ما پیش از اینکه ماه مبارک رمضان داخل میشیم تا نداز بسته کردن نیست، پیش از رمضان آمادگی ها کار دارد، آمادگی که ما باش بشینیم بین خود صلح کنیم، پیس داریم قلبای خود را محبت و بشویم به محبت جای بتیم، صدقه و ایرای خود را باید پیش از پیش بتیم، ما خود را پاک بسازیم که به رمضان آماده شویم که دعاهای ما قبول شود و روزه ما قبول شود در گاهی رب العالمین. و میخواد بدین موضوع هم بگویم و موضوع مبلیه و انوز هم موضوع مشکلات افغان ها که در سعودی عربیه در جریان دارن و ما وجود که سید جلال هم و سفیر افغانستان هم بایش هم سایده کردن و در زده قانون جسیده که واقعی شده و باور کنید که یکیش به تطبیق رمی شده و صحبت کرد، اما کاش که به خاطر از اینکه میگم خواهد من که خانم سعودی است یا مثلا نظر چون جوجه سفیر است اما گرد درست هیچ نظر نگفتم خود زمین که مشکلات ها فعلا هست هنوزم جریان داره. خداوند سر از این مردم رحمت خوده کنه که میدان هر روز پر میشه و طرف افغانستان میره و بسیار شرایط خراب اینا میخواستم اینو یاد کنم دیگه. خداوند سر کل رحمت خوده زیاد تشکر وسیما جان گلا، لطف کردین و بسیار زیبا فرمودین. خداوند لطف کنه. یک چیز برتون بگویم که تو آسانم نیست که بگویم که حالا فکرتان خانه تکانی کنین و قلبتان نمانین خانه تکانی کنین، پرکتیس کار است. همه تو که عضلات ما لاغر است و میخواین ایره قوی بسازین باید با جم برین و باز دنبل وردار و صاحب باز با او آدم کسی که در اونجا هستم ترتیب تمرین بدنی رو برتان یاد بده و کورکورانه هم نمیشه و همه تو غذایتان چطور کنترل کنین و از لحاظ فکری خود آرام نگه دارین، خوابتان با وقت باشه. در زندگی یک دیسیپلین کار است. تو انسان هم با آمد یک روز بهار با یک گفتار کوشش کنیم که بعضی چیزایی است که او رو ما مسئولیت نداریم، فرضاً طبیعت هست، زمستان است، خزان است، فصل ها رو به هم زده نمیتونه، یا باران یا اقلیم یا بعضی شرایط ناگواری که رخ میده غیر مترقبه او رو کنترل نداریم. مگر بعضی چیزها رو انسان ها کنترل داره و به او لحاظ مسئول هستیم که خدا اگر میخوایم پاک کنیم چطور پاک کنیم. باید بسنجیم ببینیم که ما خدا پاک میکنم، باید به اینی ترتیب وقتی صبح میخیزم نماز خدا به جا میآورم، از خداوند شکر میکشم، افکار انتقام جود کلمه میآورم به شستشو کنم. ما یک کتاب خواندم مطالعه کردم بسیار جالب بود، گفته بود که شما وقتی یک نفر برای شما انزجار فکری میرسانه و اعصابتان آرام میشه، انسان هستین، از احساسات تشکیل شده انسان، خواهی نخواهی شیطان هم در فکر آدم خانه میکنه، زود رایتو فکر کنین که آدم هم پیشولی تانست رو در آغوش میکشنین میبوسین،
او آدم از شما عفو میخواه، شما از او عفو میخواین و خنده میکنین با هم. بسیار جالب بود. مغز انسان وقتی یک تصویر میاره مثل یک کمره، میتونه تصویری بسیار بدی بیاره، میتونه تصویری بسیار خوبی بیاره. یعنی بعضی وسایل طرق موجود است که آدم خدا آشته آشته تمرین کنه برای پاک کاری. و همون نمازهای پنجگانه که خداوند فرض ساخته همی است. یا نماز روز جمعه که همه کارهایتان ایلا بتین، یک فریضه است، بشتابین وقتی اذان میشه به نماز ادای نماز روز جمعه برین که مسلمان ها پهلو یک دیگر قرار بگیرن، یک دیگر ببوسن، یک دیگر در آغوش بگیرن و یک دیگر کلام نیک بگوین، یکی دیگر سپورت شون. یک قدر دین زیباست راستی. واقعا اگر در متن زندگی پیغمبر که قرآن تمثیل کردن آدم داخل شود، ما میگم شما کوشش شود که بیشتر بتانیم همی سجایای پیغمبر را مطالعه کنیم. ما همی البوم اسلام و زندگی که دکتر صاحب سیرت فرمودند در اونجا 23 سیدی از او به آغاز زندگی پیغمبر تا انجام که رحلت کردن مشخص شده، به حدی زیباست و عمق معنا داره حیات پیغمبر صلی الله علیه و سلم، از ازدواج ایشان تا غزوات تا حوصله مندی ایشان. یعنی به حد یک پکیج خوب است. شما اگر او را مطالعه کنین، معنای از این که قرآن در عمل شما مطالعه کردین. به هر حال یعنی خداوند رهنمون بداره انسان، هدایت از طرف خداوند است. کوشش کنیم یک شخص عقیدمند انشاءالله خداوند او را رهنمون میداره و یک شخص صالح از درست میکنه و مرسن خداوند آدم باید چنگ بزنه واقعیتی هم را میاز. بله سلام علیکم. بله آیسه مادرم سلام. و علیکم سلام. خوب است؟ خوب است نشد شوالو نشد. خیر و خیر. به همچنان تو قاری قرآن، تو عبیب خدا، تو نزدیک به خدا، تمه پای تو واقعیته. اگه کس به خود بگیره، کس اگه نمیگیره دیگه یه گوره گردنش دیگه ایسا برست میگه. ما یک وقت فکر که در مضمون تو مکتب معلم قرآن شریف داشتیم. خب ما که میرفتیم در یه شهر کونه، در یه کوچه پخته فروشی عدیه میکردیم. یه خود مفت نبودی قاری که به ما میداد، یه دوکانداری که کتاب فروش بود توی سید به چاپ میکرد، مطبق پیسه میگرد، سید اینجا مصرف بود، سید کرای دوکان بود. حالا ما خود کس که اگه عاشق قرآن باشه جان خودم میکرد، سر خودم میکرد. آخر دنیا که فانی دنیا خود میبینه، اگر کس نمیبینه خوی انسان های شریف میبینه و یه تو غیر از این دلار خورا نمیبینه، زمین خورا و وزن خورا. آی خاین و ای دوز و قداری های این دنیای دیگر را باختن، این دنیا را زیاد خوی هست دیگه کار خدا. ما یک دوست داشتم که پولی کلچه فروشی عیوب داریم پول باقی بود، روزه آجی مکتب لسه آریا امی آشه درانی. بله یه با ما میگو که والا چرا اینقدر آقای نوری جرابت میکنیم بسن والا همه تو میگفتم مامایی به خدا بیامرزن، میگفت که ما نه آکر میشیم و نه لایلو کما و همی هر کس که خدمت کنه و یک وطن وطن اسلامی ما این همی که با می مردم غریب و دیگه خدمت کنه ما این همی را قبول داریم. خلاص راستی هم میگفت ما خود نکدام حاکمیت تا امروز با ما رسیده و نه لایلو کما، تا ما یک گریز زمین هم چندین بار ما عریضه کردیم و عریضه ما سید نایاب دشته و سید فروخته شده و شاروالی و تا امروز ما در اینجا ما یک خواب ندارم به وطن تو شیف الاسکریان کردیم، به وطن کلان هم شدیم، بزرگ هم شدیم. زندگی سایی سید چی میکنه نگه به سودای جوان بگذار، اگر سودا به ما داری دنیا میگذاره، دنیا فانی های دنیا به هیچ کس نما کسایی که دارن چی کرد. اگر حال صالح برآمد از یا اگر نحال برآمد ما میبینیم یکی شرابی، یکی قمارباز، یکی در کازینو، یکی بچه باز، یکی هر کس یکی دنیا هست دیگه. این دنیا بسار مایی سید با شما بسار تبریکی میگم سال جدید با شما. بسیار زیاد تشکر را حالا بعدی ما بلاجی بلاجی وطنی صحبت کردی قربان شما. والا آدم گنده و متشکر تشکر. خداوند به تک خدمت کنیم با شما. بخیر نیست، خدمت با هم میکنیم با برای یک دیگر. همین خدمت بود که صحبتهای شما رو شنیدیم. بسیار چیزهای خوبی و یکان بار مردم قرآن هم میفروشه. بسیاری مردم میره سیمینار میگیره، اگه آدم یک امریکایی میه برای یک مؤسسه
2000 یا 3000 مستخدم خودم میشونم میگم این آدم برتون گپ میزنه بشنوین، و آدم هم گپ خودم میفروشه، علم خودم میفروشه. شما دم این پانتونای بشار عالیشان امریکا داخل شوین، تعلیم فروخته میشن، مفت خونیست ولی این کسایی که یونیورسیتی بسیار خوب میرن تویشن میگن، تویشن یعنی پرداخت است برای برای در افغانستان هم یعنی پوانتونای شخصی درست شده، ترقص پیسه چارج میکنه. پوانتونی کابل مفت بود، حکومتی بود، مگر اونا ما پوانتونای شخصی سب فروخته میشد چون دلار زیاد آمده از یک هزار طریق میخواید چاپ کنه. مگر او خوب است، یعنی جامعه تعلیم یافته میشه، یک دستگاه مفید است، مگر فروخته میشه. یعنی علم، دانش، کتاب، کتابچه، قلم، خود چاپ قرآن عظیم الشان که شما از روی تلاوت میکنید، همین کلی چیزها رو واسه فروخته شد. یک کلام الله مجید اگر یک نفر چاپ کرد رو باید نفروشه. یک دوست ما بسیار جالب است، او هم رسام است هم خطاط است، یک ایرانی است، آقای مصطفی حیدری نام داره. مصطفی حیدری به حد یک شخص شریف و نجیب در می حدود 75 ساله شده. او دوست ما هستم. او را که برین یک گراج از او، از اون رسامی های از او پر است که ببینین که هر کدام رسم هم شما استاد میشین، حیرت زده میشین که ایره چطور یک انسان به این ظرافت رسامی را کرده. و او آدم با اون دست خود و یک چشمی از او هم کسی زده در می امریکا گرفته، نابینا ساخته و کور ساخته. برازی که اگر او گفت که آمده بودن در گالری ما که اردو چشم مرا کور کنه که دیگه ما رسامی کده نتانم، رقیبای ما فکر میکنم همین کار کده من، تا ام یک چشم مرا زد و دیگه چشم با امان من با ام یک چشم یادم رسامی میکنه. ما امی از جلد البوم قرآن که حالا یاد شد، یکی دوستا یاد کردن، ام جلد از او را آقای مصطفی حیدری برای ما دیزاین کرده. امی البوم ترجمه قرآنی 15 سال یا 20 سال پیش بود. نزد از او من میرفتم میامدم، باز مرا گفت که والا عجب یک کاری کردی خودت، ما میخوایم که قرآن عظیم الشان هم به قلم بنویسم. بسیار برابر میزی که من نشستم نیمی از این میز کلانترین صفحات قرآن بنویسم با قلم خود، و هر حاشیه از او را جدا جدا ما میخوایم گلکاری کنم و رسامی کنم. و ایره خود چی فکر میکنیم؟ ما گفتم والا بهترین فکر است. گفتی خب ما خب ولی نمیفهم وقت 70 بود ولی 80 ساله. میگه باز ما خب 10 سال بیشتر وقت میگیره. گفتم یک چیز آقای حیدری صاحب استاد که خداوند میبینه که یک کاری نیک انجام میتی شاید عمرت طولانی تر بسازه. او والا میگه عجب گپ زدی. باز امور تمام کرده ولی و او را میخوای که چاپ کنه. چاپ کنم میگه ما هر کدام از زیر 2000 دلار میفروشم. گفتم والا او را من نمیفهم که چند میفروشی و چند، مگر 2000 دلار مسلمان ها قدر جیب خالی دارن، اکثرشان شاید دل خوش نکنن برای منتها اصلی از او شاید به میلیون ها دلار قیمت داشته باشه، بی ارزش. یک کاری را کرده که به پول ارزش از او حساب نمیشه، یعنی فراتر از ارزش مادی است. البوم یا قرآن عظیم الشان تمام کردن. ولی او رو میخواد چاپ کنه، هر نسخه از او رو 2000 دلار بفروشه و ما میارزه. اگه او چاپ کنه اول یعنی ما خریداری از او هستم. چون او تو یک جلد قرآن ده دیگه جای شما پیدا کرده نمیتونین که هر صفحه از او یک حاشیه داشته باشه و گلکاری و دیزاین مختلف شده. و او بسیار جالب است که یک روز ما میخواییم برم عکسی از او رو بگیرم در کمره تلفن خود بیایم روی صفحه تلویزیون بگذارم. و او آدم تمام کرد و او سفارش هم از ما بود و او در امی خط هم برای ما کمک کرده بعضی نواقصی که در داشت. عالم دارم خب در امی مشاقی و اینا بسیار ماهر یک شخص است. در بنان کوشش کنیم که به یک کار نیک، یک کاری خوب. خب به خب رواست در یک تلویزیون یک نفر قار میشه، یک برنامه ساز بزن، ما میگیم یک نفر خدا نخواسته پول یا افغانستان دزدیده یا از غریب و غربه را در جیب زده و کلگی میدانه، او در برابر میگه خب قرآن میفروشن. یا فرض کنید یکی دیگه که با ما مخاصمت دارن، حرفای ما خوششان نیامده یا تحلیل سیاسی ما دلش پر است، می از یک راه باید او را خالی کنه، خب یک چسبی باید بزنه، یک تاریکی را در یک انسان و مغز خود ترسیم کنه که او را سیاه بسازه. اگر شما قلم سیاه ندارین و صفحه ده صفحه، او قلم های سیاه خودم میکشه در هر جای میخواین که
یک نفر خطیش یا بزنه. او باز روا سپروانه میکنه یک نفری که قهر شده. مگر ما بیشتر دوست دارم که انتقاد عقلانی منطقی روی روی با ما شوه که ما بدانم قصور خود او را اصلاح کنیم و غیر از او آدم بدار بفهمانم. بله سلام علیکم. بله بله سلام علیکم سر. سلام علیکم پروین جان، امینی مرشدی. سلام پروین جان عزیز، سال نوتان مبارک. سال نو برای شما و تمام ملت غیور و بیچاره خود تبریک میگم، با تمام هموطنانم، با شنونداتم، با فامیلا. خداوند سال خوش و خوب بر همه افغانستان ما شما خود انشالله سال بد نخواد بود کرد که ما در منطقه سیم، اما برای ملت ما خداوند یک سال نیک و پر سبز و پر برکت روبرو کنم. الهی امین. من زیاد گپ نمی کنم چون همه بسیار گفتن، فقط می خواستم یک تبریکی سال به شما و به تمام اگی بتم و از ملتم خواهش کنم که انی هر کدام ما که برای صلح و نجات و بهبود افغانستان کوشش میکنیم باید با هم یک جا شوند، با هم دست به دست شویم تا ملت ما آباد شود. اما تو که میگن در میگه شاعر گفته درخت دوستی بنشان که کام دل ببار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد. با شما باید همین نهال های دشمنی را باید از بین ببریم و سال خوش بازم برتان میخوایم به همه شب طرف ما شب البته برای شما روز خوش میخوایم. بسیار تشکر پروین جان عزیز، سال نو برای شما تبریک و تهنیت میگم. روز شنبه آقای نوری صاحب ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر وقت لس آنجلس برنامه دریچه سخن از طریق تلویزیون پیام افغان فراموش ندارین. لطفا یک دقیقه چون سال نو است خواستم یکم که پروگرام طولانی تر پیش ببریم. بله سلام علیکم. در خطاب صاحب معذرت میخوام. کیوان صاحب امکان داره که سر مسائل هیچ صحبت نکنین آنچه آمد؟ او ابهامی است که قرآن او گپ شما حل کردین که زمانش وقتش هر کس اشتباه میکنه و من شما او را معذرت خواستم که او زمان بود حال شناختتان چی هست و من چه میکنم. من همو موزگیریم است که وطن آزاد شوه. من از دوستای خود خصوصاً آقای راهی احترامانه ایتر میگیم که این کار ای در وجود هر کس است. امی آدم برای شما گفته یادت هست که مسکینیار چای سبز خورده بود به وضو شده بود یا چی شده بود اموره. این گپا به هر کس میتونه شده که زمان وادار بسازه. ولی من برای شما میگم خطاب صاحب که من هیچ وقت دقیقیم در موضوعگیری سیاسی تغییر نکردیم. ما بیادر رئیت چیچ در برابر خودت هیچ وقت خصومت ندارم. بلی. اونه برید معلوم هستم. من میگم یک کسی اگه تفنن نداشته باشه وقتی که شیر به یک آدم جنایتکار ظاهرن میگه که در نتین یا مرا گفت که بیایی که با هم وحدت کنیم، آل خود سازمان صلح هست، چرا نمیه با ما وحدت نمیگه؟ میایم بیا بخیر و خیر باشد. بله سلام علیکم. الو بله سلام علیکم. در آخر پروگرام آقای عمر خطاب برادر محترم و معظم میربان هستین سب صدای مرا میشنم میشنم مکمل سب بفرمایید. بده آمدم به آخر پروگرام خدمت شما باز سال نو تبریک میگم. دیگه اوقدر وقت نمیگیرم، اگر اجازه شما باشه بله یک قطعه شعر دیگه هم دارم. بفرمایید. بفرمایید. شاید پسندشان باشه اگر اجازه شما باشه امیرم تقدیم کنم. بفرمایید تقدیم شما و دوستا. بله بفرمایید. این شعر ما عنوانش هست نامه. نامه خو سحرگاهی به گلشن لاله ها چیدم برای تو. میان لاله ها من نامه پیچیدم برای تو. گرفتم عطر گلها را به روی صفحه افشاندم، فروغ ماه را بر نامه پاشیدم برای تو. نگاه تابناک اختران آسمانی را به هم با اشعه خورشید تابیدم برای تو. هوای نوبهاری را بر روی سبزه های تر بسان لال و مروا
را با مهر بوسیدم برای تو. ز بحر آن که بینم خنده بر لبهای رنگینت، دل صد پاره گریان بود و خندیدم برای تو. تو تا از من بریدی رشته الفت عزیز من، قسم بر الفتت شبها نخوابیدم. به تیز هجر خونم ریختی صد بار، اما من زمانها بر امید وصل پاییدم برای تو. صدایی از گلوی من نمی آمد بیرون، اما به عین بی صدایی سخت نالیدم برای تو. نگین اشکهایم را درون نامه بنهفتم، بلبهای اتش آلوده ساییدم برای تو. نوشتم حالت دل را فرستادم به درگاهت، تمام نامه را با بوسه پوشیدم برای تو. بیا باید نگاه بنواز جان زار مومن را. بیا باید نگاه بنواز جان زار مومن را، بود روشن سری را چشم امیدم برای تو. بهدی زیبا بود، بهدی عمیق بود. اون آقایی که گفت خوشبو، اسم ما خوشبو نیست، نیکو است. و تلفون ما پیش آقای غوثی. امی شماری شما اگه اینجا آمده، امی درست است که اینجا لطف کردین؟ بله امی، امی که امی را یاداش کنم. شما هم نیکو هستین، هم خوشبو. خدا نگهدار شما، از خداوند برای شما طول عمر و صحت و سلامت خواهانه. بیشتر همچنان صاحب، هم خوشبو هستین، هم نیکو هستین. با هدی شعر عمیق بود، شعر عاشقانه. یقینا یعنی میشه برای وطن باشه، میشه برای معشوق خود باشه، میشه از لحاظ فلسفی، از لحاظ دینی، با هر قالب میتونه جوش بخوره. شعر با هدی زیبا بود و نیکو جان با مو لطفی که کردن در اخیر پروگرام برابر شدن. لاینای ما مشغول هست، ما معذرت میخوایم نتوانستیم با آخری تا آخری لائن ها هر یکی را داشته باشیم. معذرت ما را بپذیرین. سال نویتان مبارک باشه دوستان عزیز. بیاین بکوشیم تا وسطوان هم ببخشیم و هم وقتی بخشیدیم باز یک کار نیک هم انجام بدیم. یکان بار ما بعض انسان هاست از این چیز خبر، چون مور بی خبر در لانه بودم، خدایا کاش من دیوانه بودم. او دیگه باز او تو زندگی هم به درد نمیخوره که از هر چیز آدم بیگانم باشه و دیوانم باشه و چمور در یک لانم باشه و که در روی کره زمین چی پیش میشه. حیات پیغمبر اسلام شما ببینید، از روزی که ما مبعوث شدن به پیغمبری، همه روزای از اینا به یک تلاش، به دویدن، از این 20 سال به حد علا استفاده صورت گرفت برای ابنای بشر که مردم تعلیم بده که راه راست چی است. یک روز آرام ناساییدن پیغمبر گرانمایه. شما به متن حیات پیغمبر داخل شوید، قبل از او که لوای اسلام بلند کنه و به طایف برن، آرام آرامی بود. یک یتیم بچه بودن و سب آساییده بودن و با خانم محترمشان خدیجه کبرا تجارت تو اینا، تو یک غم و اندوهی، یک مسئولیتی بالایشان نیفتاده بود. و مجردی که به دین، به پیغمبری مبعوث میشن و شروع میکنه به تبلیغ، سر زدن و کندن شروع میشه. از طایف که در غزوات و دندان مبارکشان، منافقت منافقین و که مهاجرت و سر دویدن و تپیدن و سر همه زندگیشان در یک جنبش و جهش و دویدن سپری شده. اونا را محبوب خداوند میگن. یعنی ما میگیم وقتی که میگیم محبوب خداوند است، خداوند دور دوست داره، یعنی بسیار آرام است. اونطور نیست. وقتی یک نفر محبوب خداوند میشه، مسئولیت بالای شانه های از اونا، یک امتحانی بسیار عجیب او را برابر میسازه. باز وقتی موفق میشه، اجر نصیب میداره. شما در طول تاریخ بشر برین، از ابراهیم گرفته که در آتش هم تو زنده
اگر انسان شما اگر بر داستان کنه که در این حیات موجوده یا دور حیات ما یک انسان خداوند بسیار دوست داره در آتش انداخت. یعنی شما ببینید که امتحاناتی که ابراهیم علیه السلام یا طفل خدا زنده بگی و ذبح کو چون خداوند گفته. ای شما نظیری از زیر در تاریخ بشر دارین. ای کسایی بودن که او را خلیل الله میگن. پیغمبر اسلام حبیب الله. ای حبیب و خلیل و اینا را سر به حدی خداوند نازدانه های خدا زجر و تکلیف داده و چالش های عجیب و غریب رو یا روی ساخته که هیچ حد نداره. هر کدامی از اونها مثال های بسیار خوبی برای ما مردم میشه که ما یک خم به ابرو به یکی بیاریم باز ما آزرده شویم دیگه شویم. شما اگر در برابر کوههای غم و تجارب و امتحانات قرار بگیرین با چی خواهیم کرد؟ برین مطالعه کنین. ما میگم قرآن وقتی شما مطالعه میکنین صرف بخش برکتش بگذارین. در درون قرآن داستانایی که موجود است از یوسف علیه السلام و تا نوح علیه السلام و عیسی علیه السلام هر کدام از اونها زنده است برای ابنای بشر. از اون میتونیم بیاموزیم در زندگی حیات موجودی خود او را تمرین کنیم. به هر حال دوستان عزیز هر کدام به خداوند لایزال سپاریده. آقای نوری صاحب روز شنبه ساعت 1 بعد از ظهر به تلویزیون پیام افغان در چه سخن و روز پنج شنبه خدمت شما خواهیم بود. تاسی هر یو پختای سپارم و مخه خدای پامان.